بیماری های کودکان به میزبانی مرکز طبی کودکان که اولین سال برای اولین بار به صورت مجازی برگزار شده. فاطمه مختاریان هستم، رزیدنت سال دوی مرکز طبی. در سومین روز کنگره با پنل سلول ژن درمانی در خدمتتون هستیم. حالا به عنوان اولین سخنران در خدمت دکتر امیرعلی حمیدیه هستیم، فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان با موضوع سلول و ژن درمانی در ایران و جهان. آقای دکتر لطفا میکروفون خودتون رو فعال کنین، بفرمایید. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکارانم و تشکر میکنم از برگزار کنندگان کنگره بین‌المللی کودکان. به حضورتون عرض شود این سشنی که در خدمتتون هستیم، من و همکارانم در خصوص آینده علم پزشکی که همون سل و جین تراپی و تیشو انجینیرینگ کس قرار هست صحبت کنیم در حیطه‌های مختلف. منتها صحبت‌های من در کل بیشتر در مورد کلیات موضوع در و اقداماتی که داره در ایران و جهان صورت می‌گیره هستش. به حضورتون عرض شود که ملاحظه می‌فرمایید تکنولوژی یا فناوری پزشکی بازساختی شامل رشته‌های مختلفیه. یکیش سلول درمانیه، یکیش ژن درمانیه، یکیش مهندسی بافته و دیگریش استفاده از ریز مولکول‌ها هستش. همونطوری که نگاه می‌کنید این علم از سال شاید پیشینش به سال‌ها پیش یا ده‌ها پیش برمی‌گرده، ولی من اینجا فقط دارم نشون میدم بهتون که چه اتفاقی داره میفته و با چه سرعت رشدی تمام وادیای این علم داره به سرعت پیش میره و ادبیات حرف زدن پزشکان قطعا تو سال 2030 با داروها نیست، با محصولات بر پایه سلول، ژن و مهندسی بافت خواهد. مدعای حرفم رو با انجام کارآزمایی‌های بالینی که فقط در سال 2020 معلوم می‌خوام گزارش بکنم که نگاه کنید ببینید تو چه اشلی داره انجام میشه. ملاحظه بفرمایید تعداد کل کلینیکال ترایل در حال انجام بیش از 1000 تاست و وقتی که ریز میشین میبینین که خیلی از اینا مثلا توی ژن درمانی 35 تا، تو سلول درمانی 16 تا، تو سل تراپی در واقع 30 تا و تو تیشو انجینیرینگ 16 تا از اینا به فاز 3 رسیده. رسیدن به فاز 3 اگه نصفشون هم تاییدیه FDA رو بگیرن یعنی 20 فقط سال آینده یا سال بعدش یه نزدیک 30-40 محصول پزشکی بازساختی در دنیا هست که اگه ما انجام ندیم در واقع و نتونیم تهیه کنیم باید بریم از کشورهای دیگه بخریم. سمت راست شکل رو ملاحظه بفرمایید، این مخصوص یه رشته هم نیست، از ارتوپدی و نورولوژی گرفته تا چشم و قلب و همه رشته ها در واقع به نوعی درگیر علم پزشکی بازساختی خواهند بود و محصولاتش به زودی در همه علوم پزشکی استفاده خواهد شد. قطعا سرمایه گذاری باز یک نشانه خیلی خوبی از میزان پیشرفت یک علم هست و درصدها رو میخوام ببینید. حالا امیدوارم این علامت پیکانی که من دور اینا میکشم ببینید. در حوزه سلول درمانی 387% رشد در سال 2020 نسبت به 2019 بوده. هیچ شاخه از فناوری رو پیدا نمیتونیم بکنیم که 387% رشد داشته باشه. یا ژن درمانی رو نگاه بکنین، یک روز رشد 81% و مهندسی باف رشد 25%. مجموع فایننسینگی که در واقع شده تو این حوزه در دنیا استود 10 بیلیون دلاره که رقم عجیب و غریبی است. تحقیقات وقتی که زیاد بشه در نهایت از یک تحقیق باید فناوری و شرکت در بیاد.
تعداد شرکت هایی هم که در دنیا شکل گرفته، نگاه کنین 1000 تا شرکت در واقع در حوزه در واقع سل درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت در دنیا فعال شده که 543 تا از این شرکت های حوزه رجنت مدیسین فقط در آمریکای شمالی قرار گرفته. چه شرکتهایی؟ اون ردیف بالا رو نگاه کنیم، مثلا تو حوزه کارتیسه شرکت های معروف از گیلید و کایت فارما و جانسون ان جانسون و جونو و فایزر و سلجن و امجن و اینا هست، تا کارنکی باز شرکت های دیگر رو میبینین، روش و غیره، جین تراپی ها همینطور، استمسل، اگزوزوم تراپی که در واقع ترشحات سلولی هستن، تیش انجرینگ و بای پرینتر های سبودی. ببینید چه تعداد شرکتی وقتی که خیلی از این شرکت ها شرکت های معروف دارویی هستن دارن شیفت میکنن به سمت در واقع تولیدات و محصولات برپایه سلول و در واقع ژن. حالا فقط هم شرکت های دارویی نیستن، این وسط این فوجی فیلم رو نگاه بکنین، فوجی فیلم یه شرکتی بوده که تو حوزه اصلا تصویر برداری دخالت میکرد و کار میکرده، سر از رجنت مدیسین در واقع. همطور سامسونگ رو نگاه بکنید، سامسونگ اصلا ربطی به رجنت مدیسین نداشته، الان سرمایه‌گذاری عمده این شرکت، یا مثلا جنرال الکتریک و غیره که اصلا به پزشکی هیچ ربطی نداشتن آمدن به سمت این سرمایه‌گذاری. پیشبینی میشه که در سال 2030 یعنی 10 سال دیگه از 10 تاپ 10 کمپانی اول دنیا 3 تاش تو رجنتی مدیسین باشه، مثل الان که الان اپل و نمیدونم آمازون و اینا هست، در آینده این شرکت رجنتی مدیسین هستن که میان جایگزین میشن. این محصولاتی هستش که نگاه بکنین تو کشور. بعضی ها میگن که سلول درمانی، ژن درمانی، مهندسی با فیناز خیلی زوده، که اگه خیلی زوده دلم میخواد که این جدول نگاه بکنه. در ایالات متحده 17 تا، در کره جنوبی 14 تا، در اروپا 9 تا. اینا محصولاتی هستن که در صورت رگولاتوری بادی های اون کشورها و اون مکانها تاییدیه گرفته. 50 تا 40 تا محصول در دنیا الان تاییدیه گرفته و ما همش فکرم اینه که خب نه الان زوده، هنوز علم پزشکی به این سمت نرفته. سرتون رو بچرخونین، این کلینیکال ترایال های فراوانی که داریم میبینین به محصول خواهند نشست و شما تبدیل میشید به یک خریدار محض محصولات کشورهای دیگه، برخلاف اینکه خودتون بسازید. و اما نگاه بکنیم، باز این نقشه‌ای هستش که نشون میده که بعضی از کشورها مثل این کره جنوبی چقدر زرنگن، مثل ایالات متحده به سرعت شروع کردن به سمت سرمایه گذاری در این حوزه. و اما اگه بخوایم به حسب پروداکت تایپ ببینیم، بعضی فکر میکنن که آخ مریض، یعنی در واقع محصولات آلوژن ما با کسی نزنیم، فقط در دنیا محصولات اوتولوک هستن که در واقع مجوز گرفتن. نه، نگاه کنین 17 تا محصول آلوژن هم در دنیا در واقع مجوز گرفتن. یا تراپی تایپ، خب بعضی فکر میکنن فقط سلول درمانی در واقع مجوز، نه نگاه کنین 7 تا بیماری هست در دنیا، مثلا بیماری لبر چشم درمان تایید شده FDA درمانی است. اگر ورود نکنن در رشته مثل کودکان که بیماری های ژنتیکی مربوط به رشته ماست، مربوط به ما هست، خب این خیلی بد خواهد بود. از طرف دیگه نگاه بکنید به دیزیز تایپ، چه بیماری هایی الان دارن با ما پزشکی بازساختی یا ژنتیک مدیسین درمان میشن. عمدتا ملاحظه بفرمایید بعد از هماتولوژی، آنکولوژی، بیماری اسکلتال، بیماری ایمونولوژی و بقیه رشته ها هم در واقع دارن وارد میشن. این فقط لیست رو من در بردم، نگاه بکنین که چقدر محصول در من در حوزه رشته ما. خیلی ها فکر میکنن مال هماتولوژی آنکولوژی، به غیر از پیوند سلولای بنیادی خونساز که سپه 40-50 ساله در دنیا، 30 سال در ایران و 15 سال در کودکان ایرانی داره که اینجا لیستش رو میبینید، چیزهای دیگه هم هست، الان کارتیلیج دیفکت ها، آواسکولار نکروزیس هدف ما، سوختگی ها، لکه ها و در واقع اسکار های پوستی، بیماری ALS، رتینال دیستروپی و
هارت فیلر و بیماری های دیگه ای هستند که در واقع مجوز های قانونی رو در دنیا دریافت کردن. فقط تو زمینه هماتولوژی اینا رو من دقیقا به لیست به جدید در آوردم براتون، میبینید که محصولات از سال 2011 شروع شده و به سرعت در حال گرفتن اپرووالای مختلف تو این فقط هماتوپویتیک استمسل هست. میدونید که استمسل ها فقط هماتوپویتیک نیستن و محصولات دیگه ای هست. گرانترین و شاید عجیبترین محصولی که در واقع در حوزه پزشکی بازساختی در اومد این محصول کیمریا در کودکان بود، شرکت نوارتیس. یک دونه در واقع ویال این محصول و پای سلول $450,000 یک دورش درمانش پولش، یعنی $450,000 شما باید بدین یک بچه که سرطان خون ALL داره بخواد درمان میشه. باز همین محصول کیمریا برای لنفوم بالغین، نه اینکه دیروز 3 سال اپروف گرفتن در دنیا. کیمریا باز همینطور، یسکارتا باز یه محصول کارتیسله، اینا تیسل های دستکاری شده و مهندسی شدن که ملاحظه میفرمایید مجوز های مختلف رو در دنیا گرفتن. اما همونطوری که بهتون گفتم تو حوزه هماتولوژی اونکولوژی چیزهای دیگه هم بوده، از پروونجی که برای پروستات کنسر و بقیه محصولات مختلفی که ملاحظه میفرمایید FDA کشور آمریکا هم یا اتحادیه اروپا اعمار گرفتن، محصولات مختلف برپای سلول، حالا DC دندریتیک سل یا در واقع NK تونستن مجوزها رو بگیرن و استفاده بشن. در مورد بیماره موسکولوسکلتال که اصلا هماتولوژی اونکولوژی نیست، ارتوپدا، روماتولوژیستا، طب فیزیکیا نگاه بکنین، این در واقع محصولاتی هستش که مجوزهای لازم رو گرفتن و در بازار دارن فروش میرن. همینطور باز برای پوست که یک مارکت خیلی بزرگی داره پیدا میکنه، از جوانسازی پوست گرفته تا در واقع محصولات مختلف برای سوختگی و زخم‌پوش‌های مختلف که آینده رشته پوست رو در واقع عوض می‌کنه. ریجنتیو درماتولوژی واقعاً یکی از شاخه‌های خواهد بود که بعد از هماتولوژی اونکولوژی رشد خیلی زیادی خواهد کرد. توی افتالمولوژی، توی چشم، کسی فکر نمی‌کرد اصلا این محصول رو نگاه کنه، لوکسترانا مال همین بیماری لبر چشم بود که گفتم خدمتتون 2017 اپروو FDA آمریکا رو گرفت و برای بیمار لبر داره استفاده میشه. همینطور در بیماری‌های گوارشی مثل کرون و همینطور من گذاشتم که ببینید توی نورولوژی چه بیماری در واقع اوکی گرفته. توی بیماری‌های مختلف خدا رو شکر داره این علم پیش میره، محصولاتش توسط شرکت‌هایی که کم کم دارن خیلی بزرگ میشن مثل بلوورد بایو در واقع داره وارد بازارهای مختلف میشه. باز به خاطر اینکه عزیزان ببینن که اینا در واقع توهم و خیال نیست، این محصولات توی تکست بوک ها وارد شده، سالهایی که اپرووال رو گرفته اینجا نوشته. پس سلول درمانی و ژن درمانی تو بازار پزشکیه، نه اینکه کار تحقیقاتی. باز گذاشتم که ببینین، درسته اینا در سال 2017-2018 اکثرن در واقع اپرووالاشون اومده، ولی خب تا سر به جنبونین و کار نکنین روی رشته پزشکیتون عقب میافته. ظرف 5 سال 10 سال متاسفانه شبیه بعضی از کشورهای همسایه که خیلی ضعیف هستن تو پزشکی میشیم. بهتره که مواظب خودمون باشیم و این اشتباه رو نکنیم. باز میبینید مثلا برای تالاسمی الان محصولات بلوورد بایو داره میاد وسط، یا بیماری های دیگه که من خدمتون فقط به صورت گذرا دارم میگم. ولی ما تو ایران چیکار کردیم؟ 3 کار بزرگ در واقع سرمایه گذاری شد و جلو رفت، و اون این که یکی این که بتونیم آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی رو در تمام دانشگاه‌های وزارت بهداشت و وزارت علوم توسعه بدیم. مسئله بعدی در واقع بحث تجاری سازی و بازار. ما توی علومی که پیشرفت می‌کنیم سعی می‌کنیم در واقع تحقیق و تحقیق و تحقیق
تحقیق برای تحقیق، از توش هم هیچ نونی برای مردم در نمیاد. سعی کردیم تجاری سازی بازار فناوری، یعنی یک کاری رو به ته رسوندن که از توش در واقع کمک بکنه به اقتصاد ایران فعالیت بشه، و سوم توسعه مراکز بالینی که خدمات سلول درمانی رو قرار هست انجام بدن. ملاحظه می‌فرمایید خدا رو شکر با وجود تمام مشکلات مالی و با وجود اینکه مشکلات زیاد بوده، رشد تولید علممون خیلی خوب بالا رفته. رنگ کشور ظرف 5 سال 6 سال از رنگ در واقع 31 دنیا به رنگ 14 رسیدیم، و همینطور در بین کشورهای اسلامی با فاصله خیلی زیاد تونستیم ترکیه رو هم جا بذاریم. ولی باز همون ایراد همیشگی که تو کشور ما هست، اینجا من خواستم ببینید کشوری مثل فلسطین اشغالی یا ترکیه با اینکه تولیدات علمی هر جفتشون تو حوزه استمسل از ما کمتر هست، تعداد کارآزمایی های بالینیشون بیشتره. یعنی سعی کردن که در واقع کارها رو نیمه کاره ول نکنن، یه کار سلانگ یا پرکلینیکال روی انیمال انجام بده بعد ول بشه. این چه خاصیتی داره؟ واقعا آیا مردم راضی هستن پول مالیاتشون گرفته بشه، تحقیقات فقط در مرحله غیر از فناوری برای انسان در واقع استفاده بشه؟ ما سعی کردیم این دید رو تغییر بدیم، و خب ملاحظه می‌فرمایید اینا هم علومی هست که در ایران روش خیلی داره کار میشه، به خصوص ماسکولاسکلتال، نورولوژی، کاردیوواسکولار داره خیلی روش کار میشه، و خب مجموعه پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تبریز، اینا جاهایی بودن که فعالیت زیادی انجام دادن. همینطور ملاحظه می‌فرمایید که کلینیکال ترایال ها هم عمدتاً در دانشگاه علوم پزشکی تهران، رویان، مشهد و علوم پزشکی ایران انجام شده. اتفاقی که افتاد، ما سعی کردیم کشور رو صاحب قانون کنیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما تو کشور اینه که قانون نداریم، و بعد میایم یک علمی رو شروع میکنیم، بعد تازه میبینیم وسطش 1001 مشکل پیش اومد. اولین کاری که کردیم ضوابط ثبت و ورود فرآورده بیولوژیک سلول بافت ژن رو در واقع تونستیم در کشور کمک کنیم. در ستاد سلولهای بنیادی در سازمان غذا و دارو سال 94 ثبت شد. آیین‌نامه مراکز پذیره نویسی احداث سلولهای بنیادی بانک خون بندرات 94، راهنمای مینیمالی مانیپولیشن 94، اولین مجوز خدمات سلول درمانی 95، آیین‌نامه تأسیس بهره برداری بخش پزشکی با ساخت سلول درمانی در 97، راهنمای فرآورده‌های ژن درمانی 98 و راهنمای سند برای بررسی پیشبینی محصولات سلول و ژن درمانی. اینا همش با کمک ستاد تهیه شد، در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت که به تمام دانشگاه علوم پزشکی در واقع گزارش داده شد. خدا رو شکر شرکت های زیادی، شاید کمتر از انگشتان یک دست بود 5 سال پیش، ولی الان شرکت های دانش بنیان زیادی تو این حوزه در کشور شکل گرفتن، و این شرکت ها خب تعداد زیادی فرد رو در واقع استخدام کردن. خیلی از اینا تحصیلات بالا داشتن، پی اچ دی بودن و نمیشد در واقع شغلی براشون پیدا کرد. خیلی هاشون از کشور میرفتن، الان با وجود این شرکت ها درآمد خوبی دارن و در ایران در حال کار هستن. من بخوام شرکت‌ها رو بگم و محصولات که تو غذا و دارو خودمون، محصولات ایرانی که FDA ایران در واقع اپروف کرده، مثل رنو درمسل، مثل مزسترول که از شرکت سلتک فارمد اوکی گرفت، یا شرکت سیناسل که دو محصول آمینوسین سلامینسینش مجوز وزارت بهداشت گرفته، شرکت‌های بزرگی مثل همانندساز، بافت کیش با کلینروم های خیلی بزرگ بالای 1000 متر در واقع دارن فعالیت میکنن، فرآورده بافت ایرانیان، سلتک فارمد و سیناسل، اینا شرکت های بزرگی هستن که الان صادرات هم شروع کردن بعضیشون. در حوزه پیوند سلولهای بنیادی خونساز، یه موقعی دو تا مرکز توی مملکت بود، یه دونه توی تهران یه دونه توی شیراز، الان 19 مرکز پیوند سلولهای بنیادی خونساز هستیم. داریم 13 تا در واقع مرکز پذیره نویسی اهدا کنندگانه، داریم مرکز چله و 3 بانک خون بنده ناف عمومی. و تشکر میکنم از اینکه به صحبت های من گوش دادیم. بعدش در خدمت استاد عزیز سرکا خانم دکتر بهفر خواهیم بود. خیلی ممنون.
از استاد حمیدی بزرگوار بسیار ممنونیم که علی‌رغم دشواری‌ها و شرایط جسمیشون ما رو تنها نگذاشتن و به ما این شانس رو دادن که از سخنرانی‌هاشون بهره مند شیم. پایدار باشید استاد. سخنرانی بعدی در خدمت دکتر بهبر هستیم، فوق تخصص خون و اونکولوژی کودکان با موضوع پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، مروری بر پروسه پیوند. خانم دکتر لطفاً میکروفونتون رو فعال کنید، بفرمایید. سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و عزیزان حاضر در جلسه. خیلی ممنونم که با وجود اینکه تقریبا میشه و وقت بعدی همه حتما خسته شدن ولی همچنان با ما هستند. امیدوارم که صحبت های من براشون خسته کننده نباشه. همچنین تشکر میکنم از آقای دکتر حمیدی با اون فنان بسیار شیبا و رساشون که یک دید کلی و از شرایط پیوند و محصولاتش و کارهایی که تا حالا در ایران و جهان شده رو مرور کردیم. وقتی که من در خدمتتون هستم مروری هست بر پیوند سلول‌های بنیادی و اینکه چه اتفاقاتی میفته، چه مریض‌هایی قرار پیوند بشن. این اولا این چیزی که ما قرار در این بحث بهش بپردازیم اینه که اصلا پیوند سلول‌های بنیادی چی هست، سلول‌های بنیادی از کجا تأمین میشن و چه بیماران نیازمند به پیوند هستن، از چه دهنده‌هایی میتونیم استفاده بکنیم و در طی پروسه پیوند چه اتفاقاتی خواهد افتاد، در بیماران در چه خطراتی در طی پیوند هستن. به بعضی از این سوالات در همین بحث پاسخ خواهیم داد و بعضی از پاسخ‌ها هم همکاران دیگر در ضمن سخنرانی‌های بعدی حتما بهش اشاره خواهند کرد. در مورد اینکه اصلا پیوند سلول‌های بنیادی چیه، عملا به پروسه‌ای که طی اون بعد از یک شیمی درمانی های دوز با یا بدون رادیوتراپی ما سلول‌های بنیادی رو به بیمار تزریق بکنیم فرایند پیوند میگن. عملا ما یک دهنده سالمی داریم که سلول‌های سالم رو ازش میگیریم و بعد از شیمی درمانی اون سلول‌های سالم رو به بیمارمون تزریق میکنیم. اینکه تاریخ پیوند سلول‌های بنیادی به کی برمیگرده، اولین پیوند رو در مدل‌های موشی در سال 1951 گزارش کردن و بعد از اون در مدل‌های سگ انجام شد. نهایتاً اولین پیوند در انسان در طی سال‌های 1959 تا 1963 انجام شد و اولین پیوند موفق روی یک بیمار اسکید در سال 1968 گزارش شد. بعد از اون به دنبال پیشرفتی که در پیوند سلول‌های بنیادی اتفاق افتاد، نیاز به برنامه‌های دهنده‌ها بود که ما بتونیم دهنده مناسبی رو پیدا بکنیم که رجیستری‌های جهانی ایجاد شد در سال 1984 و در نهایت اولین پیوند موفق از نمونه بند ناف هم در سال 1988 گزارش شد. و اینجوری بود که در سال 1990 دکتر توماس تونست جایزه نوبل رو به خاطر انجام پیوندهای موفق متوالیش دریافت بکنه. ما چند نوع سلول بنیادی، چند نوع پیوند سلول‌های بنیادی داریم؟ ما دو نوع داریم، یکی آلوجنیک ترانسپلنت و دیگری اوتولوگ. در پیوند آلوجنیک ما سلول‌های بنیادی رو باید از یک فرد دیگه‌ای که بهترین دهنده مچ با بیمار بوده انتخاب بکنیم و در پیوندهای اوتولوگ عملا از خود بیماری که داره پیوند میشه، از خود سلول‌های بنیادی خودش استفاده میکنیم. در پیوندهای اوتولوگ شاید همیشه این سوال برای همکارا پیش بیاد که خب اگر ما مغز استخوانمون مشکل داره پس چرا دوباره از خود بیمار داریم سلول بنیادی میگیریم؟ باید بگم که داستان پیوند اوتولوگ این گونه هستش که ما هدفمون تعویض بون مروی بیمار نیست. ما قراره یک درمانی برای بیمار انجام بدیم که اون درمان اثرات سوی روی بون مروی بیمار میذاره و به دلیل اینکه اگر این آسیب رو بدون حمایت رها بکنیم دیگه اون بون مرو نمیتونه ریکاوری بکنه، ما تصمیم میگیریم که قبل از اون شیمی درمانی های دوزی که میخوایم انجام بدیم سلول ها رو از خود بیمار بگیریم و بعد به عنوان رسکیو به بیمار تزریق بکنیم. الان امروزه
دیگه میگن خیلی واژه اتولوگوس اچ اس تی رو به کار نبریم، بهش بگیم های دوز کیموتراپی وید استم سل ریسکیو. عملا ما این کارا رو برای سالید تومورهای انجام میدیم، مثل نوروبلاستوم، تومورهای وینز روین سارکومی که میخوایم شیمی درمانی های شدیدی بکنیم که آسیب بون مروش برگشت ناپذیره. در فرم پیوند آلوژن عملا ما داریم از خاصیت های مختلف این پیوند برای از بین بردن بیماری ها استفاده می کنیم. در موارد که بیمارمون دچار کانسر هستش می خوایم از اثر آنتی کانسر این پیوند ها استفاده بکنیم. در مواردی که ما یک نقص ژنتیکی داریم قرار هستش که به خاطر اصلاح اون نقص ژنتیکی از این سلول ها استفاده بکنیم، مثلا تالاسمی یا دیامون بلک فان، و در مواقعی که نقص سیستم ایمنی داریم میخوایم که سیستم ایمنیمون رو ریکاور بکنیم با پیوند مغز و استخوان. حالا چه جور دهنده هایی رو میتونیم استفاده بکنیم در طی پیوند؟ خب در طی پیوند آلوژنیک بهترین دهنده ما دهنده های سیبلینگ خواهر برادرهایی هستن که از یک پدر و مادر هستن، و یا در نهایت در مواردی که ازدواج های فامیلی داریم میتونیم از افراد خانواده استفاده بکنیم، پدر یا مادر فونمش. در مرحله بعدی دهنده های آن ریلیتد هستن که میتونیم از همون رجیستری هایی که گفتم سالها قبل ایجاد شده و الان به شدت گسترش پیدا کرده استفاده بکنیم، و در نهایت اگر هیچ کدوم از اینها دهنده های خوبی رو نتونستیم توشون پیدا بکنیم، میشه از دهنده های هاپلا ایدنتیکال با در نظر گرفتن عوارضش و ریسک پیوند ازش استفاده بکنیم. دهنده های بعدیمون دهنده های سینجنیک هستن که خب به اندیکاسیون های خیلی محدودی دارن. سینجنیک به دهنده هایی گفته میشه که از دو قلوهای همسان استفاده میشه و قطعا در همه جا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، و در نهایت در فرم اتولوگوس ترانسپلنت هستش که ما از خود بیمار به عنوان منشأ سلول هامون استفاده میکنیم. این که ما کی پیوند اتولوگ انجام بدیم و یا آلوژن بستگی داره به اینکه نوع بیماری که میخواییم پیوندش انجام بدیم چی هست، و ما یا دهنده‌ای در دسترس داریم چی هست، و در نهایت شرایط و کاندیشنینگ بیمار چی، آیا بیمار تحمل پروسه اتولوگ یا آلوژن رو دارد یا ندارد. از این مبحث که بگذریم میرسیم که استمسل ها رو از کجا میشه جمع‌آوری کرد و چه منابعی رو ما برای تامین استمسل داریم. ما سه منبع داریم، یکی بون مرو هستش، یکی خون محیطی و یکی کورد بلاد. در مواردی که میخوایم از خون محیطی استفاده بکنیم، از اونجایی که منشأ اصلی یعنی محل اصلی سلولهای بنیادی در مغز و استخوان هستش، پس ما باید با استفاده از یک مواد تحریکی که اینجا ما از GCSF استفاده میکنیم اون استمسل ها رو از مغز و استخوان وارد خون محیطی بکنیم، و وقتی که به تعداد مورد نیاز رسید و با اون فالوآپی که ما از روی CBC مریض یا فلوسایتومتریشون انجام میدیم، دهنده ها به زیر دستگاهی به نام آفرزیز منتقل میشن و از طریق خون محیطی اون استمسل ها جدا سازی میشه. در مواردی که قصد داریم از بون مرو به عنوان سورس استمسل هامون استفاده کنیم، اینجا دهنده است که باید وارد اتاق عمل بشه تحت بیهوشی عمومی از دو طرف کرست ایلیاک با حجم های بسیار کم، به کرات باید پونسیون انجام بشه، و نهایتا وقتی که حجم سلول های بنیادیمون با شمارشش به اندازه کافی رسید اون سلول ها رو به بیمارمون تزریق بکنیم. و در نهایت منشأ بعدیمون کورد بلاد بود که همون بند نافت و جفتی که عملا جزء ضایعات زایمانی استفاده میشن اینجا توی پیوند به کار ما میان. در طی زایمان در شرایط استریل بعد از اخذ رضایت از مادر اقدام به جمع‌آوری اون سلول‌های بنیادی میشه، بعد از اینکه آزمایشات لازم از نظر قارچ، کشت و ویروس‌ها انجام شد HLA تایپینگ میشه و اونها رو در بانک‌های نگه می‌دارن و در موارد نیاز ازشون استفاده می‌کنن. خب استفاده از هر کدوم از این منابع یه سری ضررها و یک سری فوایدی داره. مثلا در مورد بون مرو خب نیاز به بستری به مدت 1 تا 2 شب حداقل ما داریم. خب نیاز از خصوصیات خوبش این که نیاز به تزریق GCSF برای بیمار نداره، برای دهنده نداره، ولی علل قاعده نیاز به بیهوشی داره، و ما درد، عفونت و خونریزی رو میتونیم در سایتی که سلول ها رو جدا سازی کردیم داشته باشیم.
در نوع پریفرال خب به صورت آوت پیشن اتفاق میفته، بیمه دهندمون فقط 4 تا 5 ساعت به صورت سرپایی بستری میشه، یه روش نان اینویزیو تر محسوب میشه، نیاز به بیهوشی عمومی نداره، ولی در این حال به دلیل اون جی سی اس افی که دریافت میکنه عوارضی مثل سردرد، دردهای مفاصل، دردهای استخوانی و نهایت عوارض زیر دستگاه رفتن، توکسیسیتی با سیترات و اختلالات الکترولیتی ممکنه برای دهندمون اتفاق بیفته. در مورد کورد بلاد، خب جمع‌آوری کورد بلاد عملا هیچ سود و ضرری برای دهنده که نداره، یه چیز دور ریختنیه که ما داریم جمع‌آوریش میکنیم. خصوصیت خوبش این که میتونیم با مچینگ کمتر ازش استفاده بکنیم و اختلاف در اچ‌ال‌ای ها بیشتر بهتر توسط بیمار تحمل میشه. خیلی وقتها سریع ترین دسترسی رو ما به کورد بلاد داریم تا بقیه سورس ها، جی بی اچ دی توشون کمتره. در این حال زمانی رو که ما برای اینکه پیوندمون بشینه و انگرفت بکنه زمان بیشتری رو لازم داریم و وقتی مریض بیشتر طول میکشه تا پیوندش بگیره بیشتر مستعد عفونت ها میشه، هزینه پیوندمون میره بالا و در نهایت اگر نیاز داشته باشیم که دوباره از سلول های دهنده استفاده کنیم هیچ جانشینی نداریم و در هر حال وقتی که ما اون کورد بلاد رو جمع میکنیم هیچ هیستوری هم از مدیکالش به صورت داکیومنت نخواهیم داشت. من اینجا میخوام قشنگ پروسه پیوند رو وقتی که یک بیمار یک بیماری رو براش تشخیص میدن تا به نهایت پیوند میرسه رو براتون یه توضیحی بدم. اولین قدم اینه که خب بیمار تشخیص اولیش داده بشه، مثلا ما میگیم این بیمار ALL، درمان اولیش رو براش شروع میکنیم و در طی درمان باید توسط پزشک معالج اندیکاسیون های پیوند برای این بیمار گذاشته بشه. در صورتی که بیمار اندیکاسیون پیوند براش گذاشته شد ریفر میشه به بخش پیوند ما با تمام داکیومنت هایی که برای پیوندش، دلایلی که برای پیوندش وجود داره. ما اونجا مجددا وظیفه داریم که یک بار دیگر تمام اون مراحل تشخیصی رو مرور بکنیم و از تشخیص بیمار مطمئن باشیم. وقتی از تشخیص بیمار مطمئن شدیم میریم دنبال پیدا کردن یک دهنده مناسب. همونجوری که خدمتتون عرض کردم دهنده های مناسب میتونن متفاوت باشن و این مبحثی هستش که همکارای بنده در سکشن های بعدی حتما به این موضوع خواهند پرداخت. ما فرض رو برای میگیریم که دهنده مناسب رو برای بیمارمون انتخاب کردیم. توی این مرحله است که باید شرایط بیمار رو مجددا ارزیابی کنیم که ببینیم آیا این بیمار برای پیوند الیجیبل هست یا نه و میتونه مراحل پیوند رو با حداقل خطرات طی کنه یا نه. توی این قسمت هستش که خب ما نیاز داریم که بیماری رو بررسی کنیم ببینیم آیا بیماری ما در رمیشن هست. مثلا بیماری که ALL داره باید پت بشه، سیتی بشه، بون مرو آسپیریشن بشه که مطمئن باشیم بیمار در رمیشن هست و یا حداقل در پارشیال رمیشن قابل قبولی هست. این مسئله برای هر بیماری با بیماری دیگه فرق داره. مثلا در نقص ایمنی باید ببینیم عفونت هاش در حد اعلا کنترل شده باشه و غیره. بررسی بعدی باید به دلیل اینکه مریض ها قرار شیمی درمانی بشن در طی کار ما حتما باید شرایط قلبیشون فانکشنش بررسی بشه، اکوکاردیوگرافی نیاز داریم، از نظر مسائل ریوی و تست های ریوی باید بررسی بشه، نیاز هستش که شرایط کارکرد کبدیش و کلیویش بررسی بشه، از نظر عفونت هایی که میتونه توی پیوند ما رو به چالش بکشه مثل سی ام وی، مثل اچ آی وی، مثل هپاتیت و تمام ویروس های دیگه بررسی بشه و در نهایت باید یه کانوسی اسکیل از مریض بگیریم که ببینیم خب بیمار شرایط کلی برای پیوند رو داره یا نه. اگر مریض تمام این مراحل رو طی بکنه اینجا هستش که وارد بخش پیوند میشه. در بخش پیوند عملا ما نیاز داریم که مغز و استخوان اولیه‌ای رو که وجود داره تخریب بکنیم. در سالید ارگان ها اولین اقدامی که انجام میشه این که اون بافت بیمار رو از بدن خارج میکنن، یک فضای خالی ایجاد میکنن که بخوان اون پیوند رو جایگزینش بکنن. ما این کار رو در پیوند مغز و استخوان باید با شیمی درمانی انجام بدیم که اون فضای بون‌مرو رو خالی بکنیم تا بتونیم اون سلول های جدید رو جایگاهی رو براشون ایجاد کرده باشیم و در کنارش باید حتما پروفیلاکسی از جی بی اچ دی رو هم مد نظر داشته باشیم. در مورد انواع رژیم هایی که ما برای شیمی درمانی استفاده می کنیم نکاتی که باید بدونیم اینه که اولا این
شیمی درمانی که می‌کنیم هدفمون این هستش که سیستم ایمنی بیمار رو به حداقل خودش برسونیم تا بتونیم شانس ریجکشن رو کم بکنیم. در کنارش باید اگر بیمار کانسری هستش، اون باقی مانده حالا میکروسکوپی سلول‌های کانسری رو از بین ببریم و در نهایت همون فضایی رو در مغز استخوان ایجاد بکنیم که بتونیم پیوندمون رو اونجا بشونیم. باز هم رژیم های آماده سازیمون بر اساس نوع بیماری، بر اساس نوع پیوندمون و بر اساس اون کوموربیدیتی ها و سن بیماری که قرار پیوند براش انجام بشه به صورت جداگانه تعیین میشه و به صورت کلی رژیم کاندیشنی همراه با شیمی درمانی با یا بدون رادیاسیون هستش که طی 3 تا 10 روز قبل از پیوند به بیمار تزریق میشه. دو نوع کلی پیوند رژیم آماده سازی داریم، یکیش رژیم های میلو ابلیتیو هستش که خب رژیم های قوی تری هستند و هدفمون از بین بردن فانکشن هماتوپویتیک هستش و اغلب برای اینها ما توتال بادی رادییشن رو هم در بسیاری از کشورها جزء رژیم کاندیشنینگ مایو ابلیتیو قرار میدن. و در نوع ریدیوز اینتنسیتی عملا رژیم هایی هستش که ما به منظور کاهش عوارض پیوند آلوژن در بیمارانی که حالا یا کوموربیدیتی دارن و یا سن بالا دارن ازشون استفاده میکنیم و اینجا هدفمون هست که فقط ایمونوساپرس به بیمار بدیم که بتونیم تا یه حدی جلوی ریجکشن رو بگیریم و بیشتر امیدواریمون در پاسخ به درمان اینه که اون سلول هایی که میشینن بتونن اینگرافت بکنن و فانکشن نرمال خودشون رو به دست بیارن. اگر بخوام یه مقایسه کلی در مورد رژیم های کاندیشنینگ بکنیم، در نوع میلو ابلیتیو خب ما کنترل بیماریمون در بعد از پیوند بیشتر خواهد بود، بیماران جوانتر راحت اون رو استفاده تحمل میکنن، خیلی سریعتر اینگرافمنتمون اتفاق میفته، ولی خب در مقابلش توکسیسیتی بالایی همراه با ترانسپرنت ریلیتد مورتالیتی بالاتری رو هم خواهیم داشت. در نوع ریدیوز اینتنسیتی خب رژیممون توکسیسیته کمتری داره، پس یه مقدار موربیدیتی رو کمتر میکنه. علال قاعده ممکنه در کنترل مریض‌های نان مالیگننتمون بیشتر بهمون کمک بکنه، نه مالیگننتمون، و ریسک ریجکشن یا همون نان اینگرافتمنت رو در اینها بیشتر میبینیم. اگر من بخوام یه نمای شماتیکی از کاندیشنینگمون بگم، دقیقا ریدیوز اینتنسیتی و میلو ابلیتیو در دو طیف در دو سر طیف قرار می گیرن که هر کدومشون معایب و مضراتی دارن. همونجوری که عرض کردم، علاوه بر اینکه ما میایم سیستم ایمنی مریض رو ضعیف میکنیم برای اینکه پیوندمون بشینه، در کنارش باید توجه داشته باشیم به جی بی اچ تی، پس باید پیشگیری برای جی بی اچ تی هم حتما مد نظرمون باشه. برای اینکه بخوایم جی بی اچ تی مون رو کنترل بکنیم چندین راه داریم. اولین راه اینه که خب بهترین دهنده رو انتخاب بکنیم، یعنی سعی کنیم بهترین اچ ال ای مچ رو برای بیمارمون انتخاب بکنیم. هرچی از رژیم هایی با اینتنسیتی کمتر استفاده کنیم، خب پریونشن جی بی اچ تی بهتری رو برای مریض ایجاد کردیم. اگر تی سل های دهنده رو که باعث جی بی اچ تی هستن موقعی تزریق جدا بکنیم، خب این هم باعث کنترل بیشتر جی بی اچ تی میشه. ولی در نهایت اصلی ترین کار برای پریونشن جی بی اچ تی استفاده از داروهاست. معمولا از سیکلوسپورین ها ام تی ایکس، سلسل و تاکولیموس استفاده میشه. هیچ وقت ما سینگل درمانی نمی کنیم و همواره باید دو تا درمان رو با هم استفاده بکنیم. این یه شمای کلی از پروتکل های درمان من، این رو به صورت مثال از دیامو بلک فام براتون گذاشتم. همونجوری که مشاهده میکنید، اون صفری رو که میبینید عملا روز پیونده، روزهای منفی اون شیمی درمانی هایی که ما انجام دادیم، و روزهای مثبت اقداماتیه که به صورت ساپورتیو انجام میدیم تا پیوندمون اینگرافمنت بکنه. اون سیکلوسپورین و ام تی ایکس عملا داروهای پروفیلاکسی ما هستن که از یکی دو روز قبل از پیوند شروع میشن و تا مدتی بعد از پیوند بر اساس شرایط هر بیمار ادامه خواهند یافت. اگر دوباره برگردیم به همون پروسه ترانسپلنتمون، ما کاندیشنینگ رو انجام دادیم، جی بی اچ تی پروفیلاکسیمون رو شروع کردیم. الانه که دیگه زمانش رسیده روز صفر و الان قراره که سلول‌های بنیادیمون رو تزریق بکنیم. معمولاً تزریق سلول‌های بنیادی 24 ساعت بعد از آخرین شیمی درمانیمون اتفاق میفته، برای اینکه اثرات اون داروی شیمی درمانی از خون پاک شده باشه و اثرات منفیش رو روی اون استم سل هامون نذاره.
ما روز صفر رو روز ترانسپلنتمون حساب میکنیم. عملا پروسه ترانسپلنت یک کیسه خونیه که به مریض تزریق میشه. خیلی دلم میخواست این رو عنوان بکنم که ما در طی پیوند سلولهای بنیادی هیچ جراحی رو انجام نمیدیم، یک شیمی درمانی میکنیم و در نهایت یک کیسه خون رو به بیمار تزریق میکنیم که به جای پکسل، به جای پلاکت، حاوی سلولهای بنیادیه. این سلولهای بنیادی ما میتونه به صورت فرش تزریق بشه، یعنی اینکه من همین الان از بیمارم توی بخش آفرزیز یا در اتاق عمل سلول گیری میکنم و اون سلول ها رو بعد از حالا اون پروسیجر هایی که لازم روش انجام بدیم از نظر جداسازی های لازم به بیمار مستقیما تزریق میکنیم. ولی بعضی از مواقع هست که ما مجبوریم سلول هامون رو فریز کنیم، مثلا سلول های اتولوگ ما اول از بیمار سلول میگیریم بعد شیمی درمانیش میکنیم و چون بیش از 72 ساعت نمیتونیم اینها رو نگه داریم، پس در نهایت مجبور هستیم که اونها رو فریز بکنیم. و کورد بلادی که من یک زمانی گرفتم جمع آوری کردم، حالا مجبورم به صورت فریز بهشون تزریق بکنم. خب تزریق سلول های فریز شده مشکلش فقط اون مواد نگهدارنده‌ایه که ما به اون کیسه اضافه کردیم که میتونه برای بیمار یه مقداری اثرات منفی داشته باشه، مثل سردرد، مثل حالا چست پین یا نارسایی های کلیوی که بسیار بسیار نادر میتونه اتفاق بیفته. در مورد عوارض استمسل، عوارض پیوند، همون قدم اول عوارض تزریق سلول های بنیادی. عوارض تزریق سلول های بنیادی مثل عارضه یه تزریق خون میمونه، یه سری عوارض ایمونولوژی داره که میتونه به صورت واکنش های همولیتیک هاد، واکنش های آنافیلاکسی یا ترانسفیوژن ریلیتد اکیوت لانگ اینجوری باشه و یا به صورت تأخیری به صورت یه همولیتیک ریاکشن تأخیری باشه. در این حال یه سری عوارض نان ایمونولوژیک داریم، دی ام اس و توکسیسیتی. همون دی ام اس همون موادی هست که در حین فریز کردن ما ازش استفاده میکنیم. عرض کردم خدمتتون عوارضی داره. در هر حال اون کیسه ممکنه دچار عفونت باشه، یه واکنش های سپتیک به ما بده، ممکنه دچار آمبولی بشه بیمار، در این حال ریسک بلیدینگ رو ممکنه در اینها اضافه بکنه به دلیل همون آنتیکواغولان هایی که ما طی جمع‌آوری سلول ها به صورت پریفرال یا بون مرو ازشون استفاده میکنیم. در بعضی از موارد به خصوص وقتی که از بون مرو استفاده میکنیم، حجم تزریقی ما میتونه تا 500-600 سیسی باشه، میتونه مریض رو دچار اوورلود بکنه، مخصوصا بچه های کوچیک رو، به دلیل تفاوت دما میتونه هایپوترمی ایجاد بکنه و نهایتا واکنش های غیر ایمونولوژیک همولیتیک میتونه اتفاق بیفته. وقتی که ما پیوند سلول های این پیوند رو انجام دادیم، تزریق سلول های بنیادی انجام شد، عملا ما باید یه ساپورتیو کی رو به بیمار انجام بدیم تا زمانی که این گرافمنتمون اتفاق بیفته. در طی این کارهای ساپورتیوی که ما انجام میدیم، خب آنتی بیوتیک ها قطعا استفاده میشن، تزریق خون به دلیل اینکه ما مغز و استخون رو از بین بردیم، وقت لازمه تا اون بون مرو بشینه و دوباره سلول سازی بکنه، پس خون و پلاکت به کرات نیاز میشه و هر ساید افکت دیگه ای که اتفاق افتاد ما باید اونها رو کنترل بکنیم. من چند بار در طی صحبتام از این گرافمنت صحبت کردم، تعریفی داره، ما میخوایم ببینیم کی پیوندمون گرفته. وقتی میگیم که ما پیوندمون گرفته که شمارش سلولیمون ANCمون بالای 500 بشه و پلاکتامون به بالای 20,000 برسه و معمولا این تایم انگرافمنتمون بر اساس پریفرال بون مرو و کورد بلاد میتونه متغیر باشه، ولی معمولا انتظار داریم طی یکی دو هفته این اتفاق بیفته. تعریف کایمریسم هم عملا کایمریسم ما به درصد پیوند میگیم، اون که چند درصد از سلول های خون بیمار توسط هموتوپویتیک سل های دهنده داره تولید میشه رو ما بهش کایمریسم میگیم. سایر کامپلیکیشن هایی که ممکنه در طی پیوند اتفاق بیفته، یه سری کامپلیکیشن های زودرس داریم، مثل موکوزیت، مثل سینوزویدال ابستراکتیو سیندروم ها، مثل عفونت های ناشی از پیوند، که همه اینها هم باید به صورت پروفیلاکسی جلوگیری بشن و هم به صورت درمانی ما باید اونها رو کنترل بکنیم. پانسایتوپنی حتما در طی پیوند ما اتفاق خواهد افتاد که به کرات نیاز به تزریق خون و پلاکت داریم، آنتی بیوتیک داریم و در صورتی که طولانی بشه آنتی فونگال ها رو هم ما باید اضافه بکنیم. عارضه بعدی گراف ریجکشن. گراف ریجکشن یک چیزی در مقابل جی وی اچ تی، یعنی این بار سلول های دهنده و گیرنده به اندازه کافی
سرکوب نشده و باعث رد پیوند میشه که میتونه مشکلاتی ایجاد کنه و این عارضه میتونه با وجود بعضی از عفونت ها و داروها تشدید هم بشه. در نهایت یه پنومونی بینابینی و یک جی وی اچ دی به صورت زودرس میتونه اتفاق بیفته. جی وی اچ دی که در طی 100 روز اول اتفاق میفته رو ما جی وی اچ دی حاد بهش میگیم. معمولا پوست، جی آی و لیور رو درگیر میکنه و شایع‌ترین ارگانی هست که در فرم حاد درگیر میشن. در نوع عوارض دیررس پیوند باز هم جی وی اچ دی کرونیک رو باید بهش توجه بکنیم. مثبت 100 روز بعد از پیوند معمولا اتفاق میفته. توی این مرحله دیگه همه اعضای بدن میتونن درگیر بشن، ولی به صورت اختصاصی پوست، گات و لیور و لانگ بیشترین احتمال درگیری رو دارن. و در نهایت متاسفانه عارضه جدی دیگه‌ای که ولی بسیار نادر هست سکندری تومورها هستن که میتونن به دلیل اون کیموتراپی هایی که ما انجام دادیم و اون ایمونوساپرسی که برای مریض تا مدت ها ایجاد کردیم گریبانگیر بیمار بشه و مخصوصا در رژیم هایی که تی بی آی میگیرن این شانس بسیار بیشتره. عفونت های دیررس به عنوان در بیمارانی که برای مدت های طولانی دارن دارو میگیرن همواره باید مد نظرمون باشه و در نهایت همه اونها نیاز هستش که واکسیناسیونشون رو تکرار کنن برای اینکه لیست ریت عفونت هاشون رو کاهش بدن. عوارض بسیار کمتر، حالا نمیشه گفت همشون کمتر شایع، ولی در طولانی مدت اتفاق میافتن. خب اختلالات رشد میتونه براشون باقی بمونه، اختلالات تیرویدی، اختلالات گونادال، استرلیتی، مشکلات کاتاراکت، اختلالات یادگیری و باز هم سکندری مالیگنانسی که بر اساس نوع کاندیشنینگ میتونه بیمار رو درگیر بکنه در طولانی مدت. خیلی ممنونم که به صحبت‌های من توجه کردین، امیدوارم که خستتون نکرده باشم. این شمایی هست از بخش پیوند ما، بخش پست بی ام تی ما که توی مرکز طبی کودکان فعاله و هر سوالی که باشه من در خدمتتون در زمان پرسش و پاسخ خواهم بود. از استاد بهفر عزیز تشکر میکنیم از مطالب آموزنده که ارائه کردن. سخنران بعدی ما دکتر اقدمی هستن، متخصص سلول های بنیادی. موضوعی که برامون ارائه خواهند کرد سلول درمانی کووید 19 اقدامات و چالش هاست. آقای دکتر لطفا میکروفونتون رو فعال کنید. بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید. آقای دکتر لطفا میکروفونتون رو فعال کنین. بفرمایید. الان میتونید اسلاید دارم مدیریتش رو بر عهده بگیرید. ممنون. متشکرم از در واقع این فرصت که در اختیار بنده قرار داده شد که بتونم در واقع یک بحثی رو خدمت دوستان داشته باشم. البته خب موضوع کنگره عمدتاً بیماری هایی هستش که بالاخره کودکان رو درگیر میکنه، ولی خب میدونیم که این روزها بحث کرونا و موضوعی هستش که نه تنها میتونه بزرگسالان رو، بلکه ما در واقع مواردی هم دیده شده که در واقع هم کودکان و هم در واقع نوجوانان رو درگیر میکنه. و خب شاید بد نباشه که از همین الان دوستانی که در واقع این وادی کار میکنن یه آشنایی اولیه رو با حالا درمانهای رو پیشرفته که توی این زمینه وجود داره داشته باشن، شاید هم در واقع توی حالا مطبشون یا بالاخره جای دیگه احتمالاً به دردشون خواهد خورد که یه آشنایی با درمانهایی که در واقع توی این سطح وجود دارن و در واقع برای بیماران ارائه میشه داشته باشن. حالا خب من دیگه به آمار و اهمیت این موضوع نمیپردازم، مستقیم هم برم روی خود موضوع که بتونیم سریع تر در واقع جمعش کنیم برنامه رو. خب
خب میدونید که بیماری کووید 19 یا بیماری که در واقع علت هستی اون در واقع ویروسی هست به نام کرونا، یک بیماری هستش که حالا گذشته از اون که بالاخره علم پزشکی رو به چالش خیلی زیادی کشیده، ولی با خودش یه پیام هایی هم داره و یکی از این پیام ها اینه که دیگه از تخصص های صرف و در واقع تخصص هایی که میرن به طرف حالا خیلی ریس شدن به صورت فوق تخصص ولی شیپی و اینا باید یک کم خارج بشیم، یه دیدگاه در واقع فیلسوفانه تری پیدا کنیم و حداقل توی این بیماری ما باید بحث در واقع مولتی دیسیپلینری رو خیلی بهش اهمیت خیلی زیادی قرار بدیم. شاید اون چیزی که تو الان هم باعث شده که ما خیلی موفق تو زمینه درمان این بیماری نشدیم هنوز اینه که ما از این فضا خارج نشدیم. شاید بیماری خیلی قابل درمانی هست ولی شرطش اینه که ما از این فضای تخصص و فوق تخصصی و موضوعات مثل این خارج بشیم و یک فضای مولتی دیسیپلینری رو به خودمون بگیریم تا بتونیم در واقع با این ویروس مبارزه کنیم. در غیر این صورت به نظر میرسه که خیلی دستاورد زیادی در درمان با این بیماری نخواهیم داشت. همونطور که این اسلاید هم نشون میده همینجا هم شما میتونید ببینید که بالاخره تخصص‌های مختلفی میتونند حالا حداقل تو داروهایی که مختلفند قطعا تخصص‌ها مختلف هم بود، کسایی که بالاخره عفونی هستن، کسایی که ریه هستن، کسایی که داخلی هستن، کسایی که حتی آلرژی هستن و موضوعات مثل این در واقع فعلا افرادی هستن که بیشترین تاثیر رو در واقع میتونن توی بحث کنترلینگ بیماری داشته باشن. به هر حال این ارگان این بیماری ارگان‌های مختلفی رو درگیر می‌کنه ولی یکی از ارگان‌هایی که حیاتی تر هست و ممکنه که باعث بشه که شخص شون خودش رو از دست بده ارگان ریه است، هرچند که بالاخره توی کیدنی در واقع توی عروق و همینطور در واقع قلب هم ما اثراتون رو میبینیم و همه اونها میتونن در واقع برای بیمار خطر آفرین باشن. ولی خب ما الان متمرکز میشیم توی بحث ریه که بتونیم بیشتر بحث رو در واقع ادامه بدیم. همطور که میبینید این ویروس بعد اینکه از طریق در واقع مخاط و سلهای اپیتلیالی وارد سلول‌های اپیتلیالی میشه یک دوره در واقع تکثیر اولیه رو توی سلول‌های اپیتلیالی میگذرونه. ما اغلب داروهایی که در اون داریم الان استفاده می‌کنیم عمدتاً میان تو این مقطع آنتی وایرال‌ها می‌خوان اثر کنن که در واقع این چرخ ادامه پیدا نکنه. اگر از این صد بگذره و در واقع این ادامه رو پیدا کنه سلول تکثیر پیدا می‌کنه و کم کم وارد سلول‌های ایمونولوژیک میشه مثل دندریت سل‌ها، مثل در واقع ماکروفاژ‌ها و بعد از اینکه در واقع اینجا وارد شد ما یک در واقع طوفان سایتوکین اولیه رو اینجا خواهیم داشت که اون اثرات و در واقع علائمی که شما از این بیماران توی مراحل بعد از اینکه یک وایرمی اتفاق میفته خواهید دید. بعد از اینکه این اتفاق افتاد کم کم هم عفونت خودش جلوتر میره هم بدن در واقع سازوکارهای اختصاصی تری پیدا میکنه و متاسفانه و استورم بعدی در واقع سایتوکین رو ما موقعی داریم که سلول های ایمنی اختصاصی هم درگیر میشن. این دوتا در واقع طوفان سایتوکینی اثراتی دارن که باعث میشه که آسیب و در واقع تخریب رو ما توی سلول های حالا ریوی یا بقیه سلول ها داشته باشیم و بنابراین درمان هایی که داریم در واقع بعد از گذر از این وایرمی متمرکز خواهد شد روی کنترل این بحث در واقع طوفان سایتوکینی و همینطور ترمیمی که اینجا ما توی ریه افراد نیاز داریم. خب قطعا یکی از این سوالاتی که وجود در واقع پاسخهایی که وجود داره خب استفاده از کورتون و حالا ایمونوساپرسیو هایی که الان رایج هستن شاید بتونه در واقع این طوفان سایتوکینی رو برای ما کنترل کنه، ولی میدونیم که اگر تخریب ایجاد شده باشه و در واقع ریه فرد درگیر شده باشه باید خیلی خوش شانس باشه که این درگیری کم باشه، چون استفاده از کورتون درسته که میتونیم سایتوکین رو کم کنه ولی به همون نسبت باعث میشه که زمان در واقع بهبود و ترمیم اینجا افزایش پیدا کنه و در واقع یک شمشیر دو لبه است و ما نیاز داریم از داروها یا در واقع روش‌های استفاده کنیم که ضمن کنترل اینجا بحث ترمیم تو این منطقه رو برای ما در واقع دچار آسیب نکنه. یکی از سلول‌هایی که در واقع توی بحث سلول درمانی با توجه به پنلی که الان وجود داره خیلی مورد بحث قرار گرفته و میتونه در واقع تو این زمینه هر دو تا رو برای ما کمک کنه، یه سلولی هستش که سلول به اسم مزنکامل استم سل که احتمالاً میدونید از با ارگان‌های مختلف میشونه جدا کنه، از جمله از مهمترین ارگان‌هایی که میشونه جداش کرد در واقع بافت مغز و استخوان هست.
این سلول ها سلول هایی هستن که ویژگی ایمونومودولیتوری دارن و هم میتونن در واقع طوفان سایتوکینی رو برای ما اینجا کنترل کنن و هم میتونن در واقع بحث ترشحات رو کاهش بدن و از اون طرف میتونن به ترمیم کمک کنن. در نتیجه اگر ما بتونیم یک استفاده بهینه از این سلول ها داشته باشیم، شاید بتونیم واقعا کمک کنیم به این بیماران که هم کنترل التهاب رو داشته باشن و هم بتونن در واقع ترمیم رو توی بدن خودشون داشته باشن. قطعا حتی اگر سلول های بنیادی هم استفاده کنیم، از مزاکامل سلول استفاده کنیم، موضوعات درمانی دیگه مثل در واقع آنتی وایرال ها جایگاه خودشون رو همچنان خواهند داشت توی این در واقع بحث. به هر حال این سلول ها الان به شدت مورد اقبال قرار گرفتن. از روش های مختلفی شما میتونی از اونها استفاده کنی، میتونی اونها رو در واقع از بدن خود فرد جداشون کنی، به صورت اتولوگ استفاده کنید، میتونی بعد از اینکه اونها رو جداشون کردید با در واقع مثلا شیم های حالا در واقع با استفاده از مزانشیم ها سلول های در واقع خونی بیمار رو جدا کنید، توی اکس ویو اونها رو آموزششون بدید توسط این مزانکامل سمسل ها، یا اینکه به صورت مستقیم اونها رو تزریقشون کنید، یا اینکه در واقع ترشحات اونها مثل اگزوزوم ها و در واقع محیط رویی اونها رو جمع آوری کنید، حالا یا مستقیم مجددا تزریق کنید یا در واقع به صورت اینهالیشن برای بیمار این تزریق رو انجام بده. پس بنابراین با روش های مختلف شما میتونید ازشون استفاده کنید، ولی اون چیزی که ما الان در واقع توی مطالعات بالینگ میبینیم این که تزریق سمسل به صورت مستقیم صورت میگیره. خب من وارد دیگه جزئیات بحث در واقع عملکردی و مکانیزم عملکردی اون نمیشم، میپردازم به کلینیکال ترایل هایی که توی این زمینه انجام داره میشه. همونطور که میبینید خب سابقه استفاده از مزاکامل سمسل ها توی بیماری های اینفلاماتوری پولمونری خیلی هم کم نیست. ما قبلا توی COPD، ARDS، آسم، حتی در واقع این بیماری هایی که خود پارانشیم رو درگیر میکردن ازش استفاده میکردیم، ولی در حال حاضر بیشترین تمرکز روی بیماری درمان بیماری کووید هست و بیشتر کلینیکال ترایل ها در واقع تو این زمینه داره انجام میشه با استفاده از این سلول. حتی سلول های دیگه هم داریم، سلول های NK هم داریم، در واقع سلول های ایمنی دیگه هم داریم در واقع درشون استفاده میکنیم، ولی بیشترین اقبال دارن برای مزاکامل استمسل وجود داره. همطور که تو این شکل ملاحظه میفرمایید چیزی حدود 60 کلینیکال ترایل در حال حاضر در حال انجام هست که توی کشورهای مختلف داره در واقع انجام میشه. من قبل از اینکه وارد بحث در واقع خود درمان بشم، شاید بد نباشه که خب میدونی که الان شایعات مختلفی توی بحث درمان‌های کرونا وجود داره، تعریف خیلی کوچیکی رو خدمتون داشته باشم و بعد وارد بحث مطالعات بالینی بشم. ببینید خب کرونا بعد از اینکه وارد بدن میشه یک علائمی رو تو بدن ایجاد میکنه که مراحل مختلفی داره. اونجایی که در واقع فقط علائم برای تنفس درگیر نشده، تقریبا بیماری به صورت مایلد هست و اونجا فقط شما ممکنه که وایرمی رو داشته باشین، علائم دیگه رو ندارید. وقتی تنفس فرد گرفتار شد و این اکسیژن در واقع سچوریشن اکسیژن زیر 93 اومد، در واقع در کنار علائم و بالای 90 بود، تقریبا مریض شما دیگه حالت مودریت داره. بعد از اینکه میزان اکسیژن بیشتر از 90 کاهش پیدا میکنه، مریض میره به طرف در واقع حالت سیویر و اگر بیشتر از اون در واقع همراه با این کاهش اکسیژن رسانی ارگان فیلری هم داشته باشیم، دیگه میشه مریضمون کریتیکال. ببینیم ما توی بحث مایل که اصلا هیچ مشکلی نداریم، مایل خودش کنترل میشه، مشکلات خیلی زیادی نداره. تو بحث مودریت هم بیماران، اگر بیمارانی با مودریت بر شما مراجعه میکنن و یه پیش‌زمینه خیلی خاصی ندارن از بیماری دیگه ای، معمولا خودشون کنترل میشن اگر به طرف سیویر نرن. و مداخلاتی هم که تو اینجا انجام میشه واقعیتش اینه که مداخلات ساپورتیوه، یه حالت در واقع ساپورتیو داره، نمیتونه جلوی پیشگیرانه باشه، نمیتونه در واقع درمان کننده باشه. اون مشکلی که ما عمدتاً با بحث بیماری کووید داریم، بیمارانی که توی مرحله سیویر هستن و مرحله کریتیکال. پس بنابراین این مطالعاتی که نشون میدن که آقا ما مودریت رو کنترل کردیم، با مثلا 40 تا 50 تا مریض میگن آقا مثلا اینا نرفتن به طرف سیویر، واقعیتش اینه که خیلی الان توی بحث درمان مورد توجه نیستن. علتش اینه که واقعاً این مریض‌ها
اگر تو مرحله مودریت باشم واقعا خیلی هم نمیرم به طرف خب بحث درمان سیریه و بنابراین بدون درمان هم ما خود مریض ها میتونن خودشون کنترل کنن. اون چیزی که ما میخواییم در واقع تو درمان داشت بشیم سیریه و کریتیکاله و بنابراین درمان ها باید اینجا اثر کنن. حالا مثلا در مورد همین داروی رمدزیوی خب علارغم که حتی FDA هم اون رو اپروف کرده و شما میدونید که الان پاسخی هم در واقع برای منتقدین داده، ولی باز از پاسخش هم میبینید که شما بیمار رو توی مودریت کنترل میکنه، چند روز بستریش رو کم میکنه و خیلی در واقع نمیتونه سیویر رو کنترل کنه. بنابراین ما توی اغلب این بیمارها باید دقت کنیم که حتما بیمارانی باشن که در واقع توی مرحله سیویر وارد شدن. من میرم مستقیما روی مطالعاتی که انجام شده. این مطالعه که در واقع اینجا شما میبینید چیز به 25 تا بیمار رو در واقع وارد کردن که یه سنی تو حدود 70 سال رو به صورت میدیان داشتن. کیساشون در واقع 7 از این کیساشون مثلا کامستمسر رو گرفته بودن و یه بار گرفته بودن، یه سرشون در واقع دو بار گرفته بودن و 11 تاشون در واقع سه بار این در واقع سلول رو گرفته بوده که همطور که اینجا میبینید نشون دادن که قبل از در واقع تزریق این سلول‌ها نسبتاً یه درگیری داشتن، تقریبا بیمارشون توی مراحل سیویر و مودریت بوده و بعد از اینکه در واقع تزریق انجام شده دارن ریه‌شون بهبود پیدا کرده. توی مطالعه دیگه که فقط یک دوز رو در واقع تزریق کرده بودن و بیمارانش رو به مدت 14 روز فالو کرده بودن، همطور که میبینید این چیزی که من میخوام بگم اینه که تو این مطالعه علاوه که جوابای خیلی خوب گرفتم، ولی شما همینطور که میبینید تقریبا بیمارها همشون تو حالت مودریت هستن و اغلبشون اکسیژن سچوریشن بالای 93 دارن که همونطور که اینجا دیده شده که در واقع گفته شده که اغلب بیمارانشون بعد از اینکه در واقع سلول رو میگیرن حتی 2 تا 4 روز بعد از اون تقریبا تمامشون میرن به بالای 95% که خب میتونه یک اولیه باشه، ولی خب خیلی واقعا مورد اقبال خیلی از در واقع کسایی که تو این زمینه کار میکنن نیستش. این بیماری که در واقع همونطور که میبینید قبل این ویه قبل از کروناش اینجا کرونا گرفته مودریت بوده، کم کم به طرف درگیر بیشتر رفته، اینجا در واقع تقریبا کرونا قسمت های زیادی از ریهش رو گرفته و بعد اینکه سلول تزریق میشه میبینید که به سرعت در واقع دچار بهبود میشه و حتی فیبروز هم نداره. حالا توی این مطالعه بحث سایتوکین ها رو هم مورد ارزیابی قرار دادن و همطور که انتظار میاد بحث در واقع اینترلیکین 10 افزایش پیدا کرده و اینترفرون آلفا شدت کاهش پیدا کرده. توی مطالعه دیگه که در واقع ادیپوز استفاده کرده بودن، این یه مطالعه هستش که من خیلی در واقع فکر می‌کنم یکی از مطالعات خیلی خوبه. تقریبا همه بیماراشون بیمارایی بودن که کریتیکال بودن توی زیر در واقع مکانیکال ونتیلیشن بودن. اینا اومدن در واقع سلول های چربی رو براشون تزریق کرده و این سلول های چربی بعد اینکه تزریق میشن از 13 تا بیماری که در واقع تو اینجا وجود داشته 2 تاشون فوت میکنن و 9 تا از مریض ها در واقع سچوریشنشون خیلی خوب میشه و 2 تاشون همچنان تا آخر در واقع مطالعه همچنان توی آی سی بودن و بنابراین یکی از سلول هایی که میتونه تا حالا نشون داده شده که واقعا توی کریتیکال ها میتونه اثر کنه، شاید بگم حتی یکی از درمان هایی که دولت در واقع توی میکنه که ونتیلیشن خیلی خوب عمل کرده همین سلول هایی هستن که در واقع توی مطالعه انجام شده، ولی خب نیاز هسته که به صورت گسترده تر این کار انجام شد. سلول هایی که در واقع از کورت هم جدا شدن باز اینجا هم مطالعه رو میبینیم که در واقع توی بیماران انجام شده، باز این بیماران رو میبینیم که نصف بیماران در واقع مودریت هستن، برایشون سیویر هستن و بیماری های در واقع کریتیکال توش وجود ندارن. عوارض خیلی خاصی رو در واقع برای این سلول ها ذکر نکردم بعد از اینکه استفاده میکردم، ولی همطور که میبینید در واقع اغلب این بیمارها وقتی در با گروه پلاسبو هم مقایسه میکنید خیلی نتایج خیلی خاصی رو نداده بودم، مگر اینکه در واقع بحث اکسیژن نیاز به اکسیژنشون خیلی کمتر شده بود توی اونها که سلول گرفته بودن. عرض کردم توی مثلا کامل سیمسال نه تنها خود سلول ها بلکه در واقع اگزوزوم سلول ها هم مورد در واقع ارزیابی قرار گرفته و توی مطالعات اولیه که صورت گرفته بیشتر نشون داده شده که این سلول ها در واقع ادورس افکتی ندارن و میتونن در واقع سچوریشن بیمارا رو خوب کنن، ولی واقعیتش اینه که تو مطالعاتی که حتی ما خودمون در واقع کشور انجام دادیم خیلی به نظر نمیشه که در واقع اگزوزوم ها بتونه در واقع کمک کننده برای بیمارها باشه توی در واقع
بیماران که اگزوزوم رو میگیره. به هر حال با اگزوزوم هم میتونه در واقع یک سری از سایتوکین ها رو و همینطور سایتوکین های التهابی رو کاهش بده، ولی اون چیزی که ما مد نظرمون هست بیشتر حال عمومی بیمار هست، نه در واقع آزمایشگاهی بیمار. توی کشور خودمون هم خوشبختانه مطالعاتی انجام شده، مطالعه که به صورت در واقع مطالعه خیلی بزرگ انجام شده توسط رویان انجام شده که هنوز در واقع دیتای آن پابلیش داره. تو اینجا تو دو مرحله انجام شد که تو مرحله اول 11 تا بیمار وارد شدن و تو مرحله بعدی 25 تا بیمار وارد شدن، سه بار تزریق داشتن و این به در واقع نظرشیم به 1 میلیون پر کیجی براشون تزریق شده و نظرشیم کورد هم بوده. همطور که تو اینجا میبینید در تقریبا توی مریض هایی که در واقع کریتیکال بودن، این مقدار زیاد مریض هایی هستن که کریتیکال هستن و متاسفانه در واقع همشون فوت کردن و اینجا فقط نشون داده شده که حالا مریض هایی که مدریت هستن یا سی وی ار هستن میتونن در واقع از این سلول ها استفاده ببرن، ولی حالا توی این اتفاقاتی که در واقع توی این مریض ها افتاده رو همینجا نشون داده. اینجا هم نشون داده که در واقع روی بایومارکر ها میتونه تاثیر بذاره، ولی همطور که عرض کردم روی بخش مریض های کریتیکال خیلی اثر خاصی نداشتش. اینم سی تی یکی از بیماران هستش که میبینی که بعد از تزریق سلول تا چند روز میتونه در واقع باعث بهبود بیماران بشه، ولی اغلب عرض کردم همشون در واقع مدرک هستن. یکی از سلول های دیگه که خیلی الان روی روش بحث میشه بعد سلول هایی هستن که در واقع بسیجوا جدا میشن. میدونید که این پرده هست که باعث در واقع کنترل سیستم ایمنی مادر میشه که جنین حمله نکنه. مطالعات خیلی زیادی نشون داده که در واقع مناسب مدلاتوری خیلی بهتری نسبت به اغلب مثلا کامل هم سورس های دیگه ای دارن و توی مطالعاتی هم که در واقع توی کشور ما انجام شده توی 7 بیمار نشون داده شده که در واقع میتونه حتی تو مریض هایی که کریتیکال هستن بتونه در واقع هم شاخص ها رو کاهش بده و هم بتونه خود بیمارا ها رو تا اندازه زیادی در واقع نجاتشون بده. این در واقع تک تک مریض هایی هستن که این نمودار که اینجا میبینید، نمودار هایی هستن که نشون میدن در واقع بیمار ها بعد از اینکه این سلول رو گرفتن شاخص های التهابشون کاهش پیدا کرده و فقط دو تا از بیمارها که در واقع یک پیش زمینه سرطان رو داشتن در واقع بعد از اینکه این تزریق رو گرفتن فوت کردن، که خب عمدتاً اون چیزی که در واقع توی مطالعه نشون داده شده به خاطر توسعه در واقع توی کنسرشون بوده که بیماران در واقع دچار یک کنسر حالا از دست دادن جون شدن، ولی خود تزریق سلول تا اندازه زیادی کمک کرده بود که بیمارها بتونن اون در واقع سلامتی خودشون به دست بیارن. من با توجه به در واقع زیر وقتی که وارد جزئیات خیلی زیاد این مطالعات نشدم، ولی اگر شمای کلی رو در نظر بگیریم ما توی بحث سلول درمانی هنوز راه خیلی طولانی داریم که در واقع بتونیم ازش برای بیماران کرونا استفاده کنیم. اون چیزی که نشون داده شده حداقل دو تا از این رده ها سلول هایی که از بیسی جدا شدن، سلول هایی که در واقع از چربی جدا شدن میتونن در واقع بیماران رو کمک کنن، ولی باید یادمون باشه که در واقع برای اینکه از این سل استفاده کنیم نه تنها فقط از این سل بلکه در درمان همه درمان ها، حتی مثلا در مورد تزریق کورتون، تزریق امروزی و چیزهای دیگه باید ما به جایی برسیم که این کلوژن کرایتری خیلی خوب برای بیمارا پیدا کنیم. اینکه همه بیمارا یک درمان رو بگیرن واقعا کمک کننده نخواهد بود. کلینیکال ترایل های خیلی بزرگ انجام بدیم، کلینیکال ترایل هایی که رندومایز باشن و بتونیم در واقع اونها رو کیفیت خیلی بالایی انجام بدیم. پروداکشن یونیت ها به خصوص در مورد در واقع واکسن یا حتی در مورد سلول با اینها در واقع همه کشورها ایجاد بشه. موضوعات رگولاتوری رو نباید بایپاس کنیم، همونطور که دیده شده خب بالاخره بایپاس کردن میتونه عوارض ایجاد کنه. و موضوع آخر به خصوص در مورد بحث سلول درمانی کاستیه که باید حواسمون بهشون باشه. امیدوارم که این بحث خیلی سریع و لاقوتایی که خدمتتون داشتم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در واقع براتون مفید بوده باشه. متشکرم از توجهی که داشتید. از استاد اقدمی تشکر میکنیم بابت مباحث کاربردی که ارائه کردن. جا داره اشاره کنم به این نکته که قسمت بین الملل کنگره اطفال امسال از تاریخ 12 تا 16 آبان معادل 2 تا 6 نوامبر به صورت مجازی برگزار میشه. افتخار داریم که حضور بیش از 70 سخنران برجسته از بیش از 20 کشور سرتاسر جهان رو داشته باشیم. مشتاقانه منتظر دیدار شما بزرگواران هستیم. برای علم هیچ مرزی نیست. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت و یا صفحات اجتماعی مجازی ما مراجعه کنید.
Bilimin sınırları yok. 32. Pediatri Kongresi'nde sizleri aramızda görmek isteriz. La scienza non ha confini. Esprimiamo di vedervi al 32º Congresso Pediatrico. La scienza no tiene fronteras. Esperamos que puedan reunirse con nosotros en el 32º Congreso Pediátrico. La science n'a pas de frontières. Nous sommes désireux de vous avoir parmi nous au 32e Congrès Pédiatrique. Vigyan ki koi seema nahi hai. हम आपको इस नीति अंतर्राष्ट्रीय बाल चिकित्सा कांग्रेस में देखने के लिए उत्सुक हैं। Science has no border, and we are looking forward to meeting you at the 32nd International Congress on Pediatrics. برای دانش هیچ مرزی نیست. مشتاقانه منتظر ملاقات شما در 32nd کنگره بین‌المللی کودکان در تهران هستیم. در این قسمت برنامه سخنرانی دکتر سلاجقر داریم که فوق تخصص خون اونکولوژی کودکان هستند و موضوعی که ارائه خواهند کرد جایگاه و اندیکاسیون های پیوند سلول های بنیادی خونساز در بیماری های کودکانه، ولی متاسفانه به صورت آنلاین امکان شرکت در کنگره رو نداشتن. حالا وایس سخنرانیشون رو برامون ارسال کردن که حالا واسهتون پخش میشه. به نام خدا و با سلام و خسته نباشید. در این فرصت تعدادی از اندیکاسیون ها و در واقع افیکیسی و موثر بودن پیوند سلول های بنیادی خونساز در بعضی از بیماری ها رو خدمتتون ارائه میکنم. پیوند سلول های بنیادی خونساز در واقع یک پروسه هستش که در طی اون سلول های پروژنیتور و پیشساز ردای مختلف مغز و استخوان فرد بیمار توسط رژیم های کموتراپی و کاندیشنینگ نابود و حذف میشن و مجددا به دنبال تزریق سلول های پیشساز اهدا کننده و هومینگ این سلول های پیشساز در مغز و استخوان فرد گیرنده مجددا این سلول ها جایگزین میشن. خب در پیوند های آلوژن به دنبال تغییر و جایگزینی در سلول های رده میلوئید اتفاق میفته، سیستم ایمنی فرد گیرنده هم تغییر پیدا میکنه و در واقع این سلول ها این درمان علاوه بر بازسازی در عمل کرده رده های مختلف به نوع یک ایمون سل تراپی هم محسوب میشه. مخصوصا این اتفاق در ارتقاء عملکرد سلول های ایمنی در بیماران دچار پرایمری ایمون دفیشنسی و یا به دنبال تاثیراتی که توی درمان لوکمیا به شکل جی بی ال افکت یا جی بی تی افکت توی درمان تومورها اتفاق میفته، بعد از پیوند هم همچنان سرکوب سلول های بدخیم رو ادامه میده این درمان و به نوعی این ارتقاء عمل کرده سیستم ایمنی یکی از اهداف اصلی این درمان ها محسوب میشه. بر اساس دو نوع اصلی پیوند سلول‌های بنیادی خونساز آلوژن و اوتولوژن که ما داریم، بعضی از قابلیت‌ها و نتایج مورد انتظارمون هم متفاوت هست. مثلا پیوند اوتولوژن که در واقع یک بورمرو ریسکیو به دنبال یک هایدوز کیموتراپی محسوب میشن، یک الغای آپلازی سلولی اتفاق میفته توی مغز و استخوان فرد به دنبال هایدوز کیموتراپی و با تزریق سلولای هماتوپوئتیک خودش که از قبل ذخیره شدن و دوباره بهش برگردونده میشن، این اختلالی که ایجاد شده درمان میشه. بنابراین این درمان عمدتا در بیمارانی که استفاده میشه که اختلالات هماتوپوئز و اختلالات استم سلولای خونی رو نداره، مثل بیماران سالید تومور. در حالی که خب پیوندهای آلوژن علاوه بر اینکه اصلاح اختلالات سیستم هماتوپوئز رو میکنن، سیستم عملکرد سیستم ایمنی فرد رو
و همینطور هم میتونن مقادیر درمانی از بعضی از آنزیم ها رو که توسط سلول های رده میلویدی ترشح میشه رو القا بکنن به فرد، که این مخصوصا در برخی از بیماری های متابولیک بسیار مؤثر خواهد. با این مقدمه که خدمتتون بیان شد، اندیکاسیون های اصلی و در واقع اندیکاسیون ها و افیکیسی اصلی پیوند مغز و استخوان در دو گروه اصلی مالیگنان دیزیز و نان مالیگنان دیزیز قرار بود. خب خود بیماری های بدخیم هم هماتولوژیکال مالیگنان دیزیز و در واقع نان هماتولوژیکال مالیگنان دیزیز هستند از گروه بیماری های بدخیم و بیماری های بدخیم، و در گروه نرمالیگنند تنوع بسیار زیادی از بیماری ها وجود داره که شاید بیشتر از 70 نوع بیماری مختلف رو در بر میگیره. خب اینا رو در 4 دسته اصلی خدمتتون ارائه میکنیم. یکی بیماری اوتوایمیون هست که خب اخیرا خیلی درمان های پیوند مغز و استخوان، پیوند سلول های بنیادی خونساز تو این بیماری ها رو به پیشرفت هست و دارن کارهای زیاد رو روش میکنن، مخصوصا از سال 2003 به این بعد بیماری خیلی زیادی رو توی دستبندی قابل درمان بیماری های اوتوایمیون قرار گرفتن که از درمان پیوند سلول های بنیادی خونساز سود بردن. پرایمری ایمیون دیفیشنسی دیزوردر ها هم در واقع اختلالات اولیه نقایص سیستم ایمنی، تعدادی از این بیماری ها هم به همون دلیلی که خدمتتون عرض کردم در واقع جایگزینی و تعویض سلول های ایمنی فرد با فرد سالم جزو گروهی از بیماری هستن که خب میتونن سود ببرن از پیوند مغز و استخوان. خود بیماری های هماتولوژیکال و بیماری های استمسل های سلول های بنیادی خونساز گروه دیگری از بیماری هستن که اینها نتایج خیلی خوبی رو دارن. همجور در واقع متابولیک دیزیز های وراثتی هم تعدادشون به دلیل اینکه آنزیم های این بیماری ها در یک سطح قابل قبولی و در واقع در یک سطح درمانی توسط بعضی از سلول های رده های میلویدی تولید و ترشح میشن جزء بیماری هستن که از پیوند سلول های بنیادی خونساز سود خواهند. در گروه مالیگنان دیزیز های نان هماتولوژی عمدتا سالید تومور ها قرار می گیرن و همینطور هم در مقدمه بحث خدمتتون عرض کردم به صورت خاص بیشتر پیوند های اوتولوگ توی این بیماران انجام میشه که در اصل یک رسکیو بومرو هست به دنبال یک کاردوسکموتراپی که بعد از اینکه کاردوسکموتراپی صورت میگیره و بازسازی سلول های مغز و استخوان رو به کمک خود سلول های استمسل فرد بیمار که از قبل ذخیره شدن و دوباره به فرد بیمار تزریق میشن ما در پی خواهیم داشت. از این گروه بون تومور ها خیلی خیلی مهم هستن، نوروبلاستوم ها، سارکوما ها، جمسر تومور، از دسته برین تومور ها، مدولوبلاستوم ها، اینا گروهی هست بیماری ها هستن که پیوند مغز و استخوان میتونه مؤثر باشه. مالیگنانت هماتولوژیکال دیزیز ها در واقع شاید معروفترین بیماری هایی هستن که ما میدونیم از پیوند سلول های بنیادی خونساز سود بردن و سود میبرن به دلیل اینکه لوکمی ها شایع‌ترین بدخیمی های دوره کودکی هستن. بیشتر از همه این بیماری ها بیماری های لوکمی ALL, AML و حتی CML میتونن از پیوند های مغزی AML، اینا میتونن از پیوند های مغز و استخوان، پیوند سلول بنیادی خونساز سود ببرن. تو دارای بزرگسالی مالتیپل میلوما که در واقع یک جور پلاسماسل دیسکلرازی هست یا بیماری کلونال دیزیز میسلانوس کلونال دیزیز، اینا هم در واقع یک ریل کلونال ماسل نوپلاسمی هستن که میتونن از پیوند مغز و استخوان سود ببرن. توی این بیماری ها چون عمدتا پیوند آلوژن درمان اصلی هست، پیوند آلوژن درمان اصلی اینا هست، اون بالانس بین سیستم ایمنی فرد دهنده و فرد گیرنده خیلی خیلی مهم خواهد بود که آیا ما رو بتونه توی اون جی بی ال افکتی که مورد انتظارمون هست قرار بده و نگه داره که ما بتونیم از این پیوند سلول های بنیادی از ایمیون تراپیش هم استفاده بکنیم. چند تا نکته خیلی مهم هستش که
اینکه ما چه دانری رو انتخاب بکنیم، با چه شدت HLA disparity این رو انتخابش بکنیم، سورس اهدا سلولمون از کجا باشه و همینطور رژیم درمانی و کاندیشنینگمون چه رژیمی رو انتخاب کرده باشیم، اینا همشون در ایجاد این بالانس نقش بسیار مهمی دارن که خب توی مطلب پیوند سلولهای بنیادی خونساز به تفصیل اینا بحث شد. هماتوپویتیک استم سل ترانسپلنت درمان پیوند سلول های بنیادی خونساز همونطور که گفتیم در بعضی از بیماری های متابولیک هم به عنوان یک آپشن درمانی مؤثر مطرح هست، به شکلی که خطرات انجام پیوند رو در این بیماران توجیه پذیر می کنه. این درمان ها در واقع باعث میشن که یک فرمی از آنزیم به صورت کانتینیوز ریلیز و کانتینیوز سورس در دسترس سلول های آنزیم دفیشنت بیمار قرار بگیره که اینا از سلول های میلوئید فرد دونور، از سلول های میلوئید اهدا کننده به بیمار تولید میشه. یک نکته خیلی مهمی در درمان پیوند سلول های بنیادی خونساز در بیماران متابولیک دیزوردر وجود داره و اونم این هستش که در اصل سوپریوریتی و اون تفوق درمان پیوند نسبت به انزیم ریلیتد ریپلیسمنت تراپی در این بیماران این هستش که به دنبال اکسپلوریشن سلول های دونور سل و مهاجرت اونا از سد خون مغزی همون بلاد برین بریر و تبدیل شدنشون به تیشو ماکروفاژ ها، اینا میتونن مثل ماکروفاژ های بافتی مغز نمون میکروگلیا ها که قادر به ترشح آنزیم در سی ان اس هستن رفتار بکنن و در نتیجه بتونن باعث بهبود اختلالات نوروکاگنیتیو در بیمار بشن و مسلما هرچه سن انجام HSCT پایین تر باشه اون گرافت انزیم آوتپوت ما بهتر خواهد بود و به دنبال اون در واقع افتام بیماران خیلی خیلی و مخصوصا توی زمینه نوروکاگنیتیو خیلی خیلی بهتر و نتایج موثرتری همراه خواهد بود. بنابراین خیلی خیلی مهم هستش که این بیماران هرچه زودتر به تیم پیوند جهت انجام پیوند سلول های بنیادی خونساز معرفی بشن. موکوپولیساکاریدوز ها که در واقع شاخصی از بیماری های متابولیک هستن، در ارتباط با اینا مخصوصا در بیماری هورلر که MPS تایپ 1 هم هست و واین اچش هست، درمان پیوند به عنوان یک درمان استاندارد مطرح هست و این بیمارانی هستن که کمبود آنزیم آلفا ال ایدورانداز دارن و حتی تو فرمای شدیدش هم پیوند یک درمان آپشنال هست. MPC تایپ 2 یا هانتر مخصوصا در فرم تایپ 2B پیوند میتونه مؤثر باشه در ارتباط با فرم شدیدش در واقع تایپ 2A که هانتر سیویر و شدید هست و کمبود ایدورانات تو سولفاتاز وجود داره. این بیماران مگر اینکه در مراحل ابتدایی معرفی بشن و در مرحله که بیماری هنوز شدید پیشرفت نکرده باشه پیوند ممکنه با نتایج قابل قبولی همراه باشه و همین جهت تو این بیماران معمولا پیوند چندان توصیه نمیشه، اما تو فرم 2B هانتر پیوند یک درمان آپشنال. تو فرمای تیپ های در واقع مایوتوکسلامی و اسلای سیندروم که به ترتیب کمبود آریل سولفاتاز دی و کمبود بتا گلوکورونیداز اینا دارن، با وجود عوارضی که پیوند داره ولی به دلیل مزایایی که پیوند داشته تو این بیماران هم پیوند یک درمان استاندارد حساب میشه و خصوصا اگر بیماران دچار تضادات سیستم اعصاب مرکزی شده باشن پیوند میتونه کمک بکنه و جلو پیشرفت بیشتر بیماری رو تو این بیماران بگیره. علتش هم همونجور که خدمتتون توضیح دادم در واقع ترشح مقادیری از آنزیم هستش که توسط سلول‌های رده میلوئید فرد اهدا کننده که این درمان بروز میکنه و باعث میشه که کمبود آنزیم این بیماران رو جبران بکنه. از گروه اسفنگولیپیدوزیس ها هم در مورد بیماری MLD در واقع متاکروماتیک لوکودیستروفی ها
چه نوع لیانستش که حالا توی دوره اینفانسی میتونه خودش نشون بده، چه نوع لیتانستش یا آدالتانست آدالتایپ هست، پیوند در واقع میتونه بسیار موثر باشه و به عنوان یک درمان استاندارد بتونه کمبود آنزیم آریل سولفاتاز ای رو تو این بیماران پوشش بده. اما در مورد بیماران جی ال دی که در واقع همون گلوبولیسل لوکودیستروفی هست، مثل بیماری تراب دیزیز، اینا پیوند در انواع در واقع لیتانست میتونه یک درمان استاندارد باشه، ولی در بیمارانی که الیانست هستن و خیلی زود بیماری خودش رو نشون میده متاسفانه پیوند جایگاهی نداره، مگر اینکه بیمار رو بشونیم توی هفته اول زندگیش تشخیص بدیم و همون زمان کاندید پیوند بکنیم و یک اهدا کننده مناسب هم وجود داشته باشه، وگرنه در انواع الیانست جی ال دی پیوند چندان جایگاهی رو نخواهد داشت. در ارتباط با بیماری های پروکسیزومال، ما بیماری ALD در واقع آدرنالوکودیستروفی رو داریم که به دنبال کمبود ممبرانو ترانسپورتر ALD باعث اختلال در انتقال سوبسترا از سایتوزول به پروکسیزوم ها میشه و خب به تبع اون عوارض و اختلالاتی که مرتبط با بیماری هست پیش میاد. پیوند در واقع فقط در انواعی از بیماری که CCALD بهش میگیم، یعنی در واقع Childhood Cerebral ALD که با درگیری مخچه همراه هست، تو این بیماران اندیکاسیون داره و تو این بیماران هم علت اینکه پیوند میتونه کمک کننده باشه مهاجرت اون هماتوپویتیک استم سل ها به مغز و نهایتا تمایز اونها به سلول های میکروگلیال منجر به تولید آنزیم ALD پی میشه و باعث میشه که متابولیسم فتی اسید ها بهبود پیدا بکنه در مغز و در نتیجه مقداری از یعنی از پیشرفت بیماری ALD توی این بیماران جلوگیری بشه و توی انواع دیگه ALD پیوند دوباره چندان جایگاهی رو ندیدم براش و ندارم. از گروه نان مالیگنانت دیزیز ها یک دسته دیگه از بیماری ها بیماری هماتولوژیک دیزیز هستن که این بیماری ها هم پیوند میتونه توی اونها درمان های کیوریتیو باشه، در واقع بسیار درمان های موثری به اصلش، خصوصا در بیماران سیویر آپلاستیک آنمیا. حالا چه این سیویر آپلاستیک آنمیا فرم رفرکتوری آنمیا آپلاستیک شدید باشه، چه یک بیماری که نیو دایگنوز باشه و جدید تشخیص داده شده باشه. پیوند توی این بیماران با توجه به اینکه هر سه رده سلولای خونی درگیر هستند و اختلالات سلولای خونی توی اینا مرگبار هست و کشنده هست، به صورت یک اورژانس پیوند حساب میشه و هرچه سریعتر باید پیوند سلولای بنیاد خونساز توی این بیماران انجام بشه. در بیماران سیویر آپلاستیک آنمیای در واقع هریدیتری، شاخص اینا بیماری فانکونی هست، آنمی فانکونی هست که خب اون هم پیوند به صورت یک درمان کیوریتی و نجات بخش، البته از بیماری های خونی، چون اینا بیمارانی هستن که به تدریج دچار کمبود هر سه رده سلول خونساز میشن و معمولا یا به دلیل یک خونریزی یا به یک دلیل عفونت ما بیمار رو ممکن از دست بدیم و همین جهت پیوند میتونه از این اختلالات توی اینا جلوگیری بکنه. اما این بیماران متاسفانه به دلیل اون کروموزومال بریکیجی که وجود داره، شکرندگی کروموزومی که وجود داره در این بیماری، مستعد بدخیمی های دیگه خصوصا در دهه دوم عمر هم میشن که خب پیوند سلولای بنیادی خونساز روی این جلوگیری از این بدخیمی ها نقشی نخواهد داشت. یک اصل دیگه از سلول های از بیماری های هماتولوژیک که پیوند توشون مؤثر هست، در واقع یک بیماری هستش سیویر کانجنیتال نوتروپنیا که در واقع از گروه پی آی دی ها هم، یعنی پرایمری ایمیون دیفیشنسی ها هم حساب میشه. این بیماری هم بسته به شدتش و مخصوصا اگر توی تستای کاریوتایپ و در واقع توی سایتولوژیشون بررسی سایتولوژیشون و تست ژنتیکشون اینا مستعد به ام دی اس یا فرمای از ای ام ال باشن، حتما باید پیوند مغز و استخوان رو تو اینا در نظر داشت. بیماران دیگه ای که از پیوند سود میبرن تالاسمی ماژور هست و بیماری سیکل سل، که این بیماری هم در واقع اختلال در ساخت هموگلوبین بیمار هست. این بیماران هم از پیوند سلولای مغز و استخوان سود میبرن و در واقع یک درمان قطعی برای این بیماری هست.
بیماری خاموش میشه اما به صورت ژنتیکی قابل انتقال هست. بنابراین با وجودی که خود فرد رو از تزریق خون در واقع معاف میکنه و نیازش به تزریق خون کاهش پیدا میکنه، اما بیمار همیشه این ریسک رو وجود داره که بیماری رو انتقال به نسل‌های بعد بده. بیماری کانجنیتال آمیگاکاریوسیتیک ترومبوسایتوپنی، بیماری آمیگاکاریوسیتیک ترومبوسایتوپنی پورپورا که از اصطلاح قبل جا مونده بود، هم در واقع یک فرمی از اختلال در تولید پلاکت به دلیل نبودن سلول‌های مگاکاریوسیت هست، یعنی سلول مگاکاریوسیت توی این بیماری وجود نخواهند داشت و این فرم از بیماری هم در صورتی که پیوند توشون انجام نشه به دلیل اختلالات خونریزی هایی که پیش خواهد اومد به دلیل نبود پلاکت یک بیماری مرگباری خواهد. خب در ارتباط با بیماری پی آی دی پرایمری ایمیون دیفیشنسی یا دیزوردر ها هم سردسته این بیماری ها و اورژانس پیوند که از اورژانس های پیوند اسکیت هست که در واقع سیور کامبایند ایمیون دیفیشنسی هستش که تو این بیماران و بیماران تی جی دی و همه از فرم های از بیماری های که حالا بیماری پرایمری هستش که امکان پیوند توشون وجود داره، هر چیز زودتر بهتر تا بیمار دچار عوارض عفونت های مختلف نشده پیوند انجام بشه. من در اینجا یک تعداد مختصری از یک لیست خیلی طولانی از بیماری ها رو آوردم و در واقع پیوند توی بیماران نقایص اولیه سیستم ایمنی بسیار جایگاه مهمی رو داره، از دستای خیلی زیادی چه سی جی دی، چه ویسکوت آلدریش، بیماری های سندروم گریزلی، سیور کانجنیتال نوتروپنیا که گفته شد و هر کدوم از این بیماری هایی که در واقع اس برده شده پیوند توی اینا یک درمان کیوریتیو حساب میشه. خب گروه دیگه از بیماری های نان مالیگنانت که پیوند سلول های بنیادی خونساز توشون مخصوصا در دهه اخیر خیلی سر و صدا ایجاد کرده و درمان خیلی موثر رو به دنبال پیوند تو بیماران مشاهده کردن، بیماری های اوتوایمیون هست. اختلالات اوتوایمیون همونجور که از اسمشون مشخص هست در واقع به دلیل یک اشتباه و یک ایرادی در سیستم ایمنی بدن هستش که خب دستگاه ایمنی سیستم ایمنی بدن به اشتباه بعضی از بافت‌های بدن رو حمله می‌کنه و دچار عارضه می‌کنه. از جمله بیماری‌های اوتوایمیون که در واقع پیوند سلول‌های بنیادی خونساز خیلی تونسته تو اینا موثر باشه بیماری‌های در واقع اوتوایمیون هماتولوژیک هستن که حالا خدمتتون حتما توضیح داده میشه و بعضی از بیماری‌های نورولوژیک، بعضی از بیماری‌های در واقع سیستم عصبی مرکزی و بیماری روماتولوژیکال، اینا از بیماری هایی هستن که حتی بیماری دستگاه گوارش خودی بنیه دستگاه گوارش، اینا گروهی از گروه وسیع از بیماری هایی هستن که پیوند های سلول بنیادی توشون کنسه موثر باشه. حالا چون مجالش تو این بحث نیست من فقط خدمتتون بگم که در واقع یک جور سویچ آف کردن هست پیوند تو این بیماران و سیستم ایمنی رو ریسیت میکنه. به همین جهت گاهی تو این بیماری ها پیوندهای اوتولوژن هم کاربرد داره و به کار. خب از گروه بیماری روماتولوژیکال من یه چند تا رو اسم برم که مشخص هستش که پیوند توی اینا موثر هست، مقالات زیادی هستش که با نتایج خیلی خوبی همراه بوده پیوند توی بیماری های لوپوس و همچنین بیماری جنرال ایدیوپاتیک آرترایتیس که تو این بیماری ها هم پیوند سلول بنیادی خونساز تونسته در مهار بیماری مخصوصا در صورتی که به درمان های معمول و مرسوم پاسخ نمیدن کمک بکنه. بیماری سیستمیک اسکلروزیس هست، آرتریت روماتوئید هست، درماتومیوزایتیس هستش و در واقع میکس کانکتیو تیشو دیزوردر ها هستن که اینها هم پیوند توشون موثر بود. تو بیماری سوریاتیک آرترایتیس، بهشت دیزیز و گرانوموتوز فیگنر هم همچنین درمان با پیوند سلول بنیادی خونساز میتونه شدت بیماری رو کاهش بده و حتی بیماری رو کاملا مهار بکنه. از گروه بیماری نورولوژیکال دیزوردر ها که علتش بیماری اوتوایمیون باشه میشه به مولتیپل اسکلروزیس اشاره کرد. بیماری ام اس در حال حاضر مقالات زیادی روش هستش که پیوند سلول بنیادی خونساز تونسته در
پیشرفت بیماری مؤثر باشه. همینطور میاستنی گراویس توی این بیماری ها، توی بیماران هم پیوند مسئول سخان، پیوند در واقع سلول های بنیادی با ریستارت کردن سیستم ایمنی هر بیمار تونسته خیلی مؤثر باشه. در مورد بیماری هماتولوژیکال، خب بعضی از انواع آی‌تی‌پی‌ها که آی‌تی‌پی‌های مقاوم به حساب میان و در واقع سیستم ایمنی بدن منجر شده و از بین رفتن مگاکاریوسیت‌ها و یا بعضی از رده‌های خونی مثل همونجور که خدمتتون گفتیم چه سیویر کانجنتال در واقع نوتروپنی‌ها، چه پیور رد سل آنمی‌ها که در واقع پیور رد سل آنمی‌هایی که خود رده گلوبول‌های قرمز دچار آپلازی شده باشن و یا بیماری اوتوایمون همولیتیک آنمی‌های خیلی شدید و غیر پاسخ دهنده به درمان‌ها، درمان‌های دیگه، اینها هم پیوند توشون تونسته خیلی خیلی مؤثر باشه. یکی دیگه از بیماری‌ها سندروم ایوانس هست، در واقع فرمی از افت پلاک ترومبوسایتوپنی به همراه یک آنمی همولیتیکی کنوس مثبت. اینها هم همچنین و همونطوری که خدمتتون گفته شد بیماری پانسایتوپنی ها، پانسایتوپنی ها هم به همین شکل چه آنالر آنمی هایپلاستیکی که در زمینه ایمیون اتفاق افتاده باشن پیوند تونسته تو اینها هم مؤثر باشه. یک هسته دیگه از بیماری های اوتومیون بیماری گاستروانتستینال هستن که توی این بیماران خصوصا در بیماری کرون پیوند سلول بنیادی خونساز تونسته در کنترل و در واقع مهار پیشرفت بیماری بسیار مؤثر باشه. مطالبی که خدمتتون ارائه شد خلاصه بود از در واقع اندیکاسیون های پیوند سلول های بنیادی خونساز در بعضی از بیماران و بیماری ها در بعضی از بیماری ها که خب به اختصار گفته شد لیستی بالغ بر 80 بیماری مختلف وجود داره که پیوند سلول های بنیادی خونساز مغز و استخوان میتونه اینا رو درمان بکنه و در صورتی که این درمان وجود نداشته باشه این بیماری ها کاملا کشنده است. از دکتر سرجاقه تشکر میکنیم بابت اون ویدیویی که فرستاده بودن و متاسفانه به صورت آنلاین نتونستیم در از به صورت زنده از سخنرانیشون لذت ببریم. سخنران بعدیمون دکتر بقایی هستن که موضوعی که قرار توضیح بدن درمان سرطان و پایه سلول‌های دندریتیک با استفاده از پپتیدهای جدید. آقای دکتر لطفا میکروفونتون رو فعال کنین، اسلایدارم در اختیارتون قرار میدیم. دکتر بقایی لطفا میکروفونتون رو فعال کنید. صدای من دارید؟ بله دکتر بفرمایید. شاید. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان گرامی و عرض خسته نباشی دارم خدمت کادر فنی و اجرایی کنگره. موضوعی که در واقع الان میخوام در موردش صحبت کنم ارتباط هست بین سلول درمانی در واقع ایمیون سل تراپی که حالا به طور مشخص دندریتیک سل هست اینجا با بیماری سرطان. کاری که خدمتتون ارائه میشه در واقع مجموعه یافته‌هایی که خدمتتون ارائه میشه مربوط به دپارتمان سلول‌های سلولی کاربردی پژوهشکده گوارش کبد علوم پزشکی شهید بهشتی است که در واقع با همکاران عزیز دکتر اسدی راد، سرکار خانم بیگی و خانم علی فرد اینجا. مهمترین نکته ای که در واقع در مورد بحث مدیریت در واقع سرطان وجود داره واسه دندریتیک سل ها اینه که خصوصی به سلول سرطانی رو باید بر اساس خصوصیت شناسایی کنیم. یادمون باشه که سلول سرطانی یک سلولیه که در واقع توی بدن وجود داره، سلولی نیست که از بیرون اومده باشه و سختی داشتن اپروچ درمانی نسبت به سلول سرطانی دقیقاً در همین هستش که تمام تغییرات تحت پوشش سلول خودی انجام میشه.
در واقع این خیلی کارو سخت میکنه که حالا یک سلول خودی با فانکشن متفاوت رو از سلول خودی با فانکشن در واقع نرمال بشه شناسایی کرد. خوشبختانه یک سری مارکرهای محدودی وجود داره که این در واقع تفاوت‌ها رو برای ما مشخص میکنه. مثلا اینجا شما توی این اسلاید یک سری از این تفاوت‌ها رو می‌بینیم. مثلا اگه سلول سرطانی در اثر وجود ویروس ها در واقع به سمت سرطانی رفته باشه، نوعی از وایرال آنتیژن ها رو سطح خودش در واقع بیان میکنه. همینطور هست در مورد مثلا فرض بفرمایید در مورد اوور اکسپرس شدن یک ژن که تحت عنوان یه مارکری مثلا حالا تلومراز ها هستن، ای جی اف ها هستن بیان میشن، یا جرم لاین سرطان های در واقع جرم لاین ها که مثلا یک مارکر های تحت عنوان میج رو شناخته شدن روی خودشون میارن، یا موتیت ها در واقع سلول سرطانی که تحت عنوان موتیشن بر روی مولکول دی ان ای اتفاق میافتن، هر کدوم به طریقی در واقع تا الان شناسایی شدن که میتونن در واقع یک پپتید مارکر یا نشانه خاصی روی خودشون داشته باشن. البته این دانش هنوز خیلی محدود هست، ولی به هر حال یک نقطه آغازی هست برای اینکه بخوایم تمایز بذاریم بین در واقع سلول سرطانی از غیر سرطانی. این تفاوت رو که من میگم بذاریم، باید در واقع از دید سلول مهاجم نگاه کنیم. اون سلول مهاجم هم خودش یک سلولی داخل بدن انسان هستش و بعد باید ببینیم که اون سلولی که در واقع لنفوسیت هایی که در واقع بخوان یا سلول های پرزنت کننده آنتیژن که بخوان این سلول تشخیص بدن، بعد بر اساس مارکری عمل بکنن که اینجا در واقع یک سری مثال هاشو با هم داریم. تو کل فرآیند دیسی تراپی اینکه بخواد اتفاق بیفته، میان خب اگه از خود فرد بخوان در واقع عمل کلینیکال ترایلش رو انجام بدن، به بال لوکوفرز در واقع سلول ها رو جدا میکنن، سلول مونوسیت رو جدا میکنن تو مرحله اول، بعد حالا پس پروتکل و متدولوژی که دارن از جی ام سی اس اف و اینترلوکین 4 برای تبدیل کردن یا در واقع تمایز دادن مونوسیت به ایمچور دی سی استفاده میکنن، و بعد توی این مرحله شروع میشه در واقع اون آنتیژن مورد نظر که از متدهای مختلف استفاده میشه که به دست بیاد به سلول ایمچور دی سی یا دی سی نابالغ اضافه میشه. حالا ممکنه که یه عصاره تومور باشه در راحت ترین حالت، ممکنه که کل تومور رو لیز بکنن در واقع بهش اضافه بکنن، ممکن هستش که از وکتورها استفاده بشه برای اینکه این آنتیژن ارائه بشه، یا در واقع پپتیدهای مشخص و پپتیدهای خاصی رو که حالا ما بیشتر روی این قسمت صحبت میکنیم اضافه بکنن روی سلول های توموری. بحث سلول های توموری در واقع از اینجا معنی پیدا میکنه، وقتی که این سلول ایمچور میاد در واقع مارکر خاص سلول توموری رو دریافت کنه. بعد که این سلول در واقع دریافت کرد، سلول ایمچور دی سی در واقع اون آنتیژن مورد نظر خودش رو دریافت کرد، با استفاده از مولکول های در واقع سلول دی سی فعال میشه، در واقع اکتیویتد دی سی تبدیل میشه یا یه ارائه کننده فعال آنتیژن تبدیل میشه. اینجا اکتیویتد دی سی در واقع اکتیویتد مولکول مربوط هستش میشه، مثلا میتونه بر حسب مکانیزم های فعال شدن سلول دی سی میتونه مولکول های مختلف از پلی آی سی، از لیگاند های خاص رسپتوری مثل سی دی 40 یا ال پی اس، هر کدوم از اینها میشه یا کامباین یا کوکتیلی از این در واقع سایتوکاین ها میشه استفاده کرد برای اینکه سلول رو به حالت فعال در آورد، و بعد این حالت فعال تزریق میشه به داخل بدن بیمار. خب این پروسه شماتیکی است که انجام میشه، اما اون چیزی که بعد از این مرحله تزریق در واقع توی بدن انسان قرار هست اتفاق بیفته، حالتی هستش که حالا سلول در واقع اینجا پپتید رو دریافت کرده، از حالت در واقع پپتیدی رو که در واقع بهش دادیم یا اون آنتیجنی ها که قرار هست سلول دی سی پرزنت بکنه وارد خودش کرده، این رو پروسس کرده، رو سطح خودش بیان کرده، خود سلول دی سی از حالت ایمچور به حالت بالغ و مچور تغییر شکل پیدا کرده، و الان توی این حالت قرار هستش که آنتیژن خودش رو به سلول های عمل کننده ای به اسم سلول تی سل در واقع برسونه. سلول تی سل در واقع آنتیژن پرزنتینگ سلول ها، سلول ها قرار نیست خودشون مستقیم برن سراغ سلول توموری، قرار هستش که اینها سلول آنتیژن مشخصه رو به سلول های کشنده در واقع سلول های تی و لنفوسیتی ما ارائه بدن، و بعد اون سلول ها حرکت کنن و هر جایی که اون آنتیژن مورد نظر رو که دریافت کردن ببینن به اون سلول متصل بشن، با ترشح کردن پروفرینگرانزیم به داخل دیواره اون سلول رو از بین ببرن و لیز بکنن، در واقع
سل در واقع این کار رو در واقع وقتی به مرحله‌ای میرسه که سلول آنتیژن رو دریافت میکنه، خود سل تی که در حالت پای نایفتی سل هست باید به سلول در واقع سی تی ال یا سلول کشنده تبدیل بشه، به قابلیت رو داره که بتونه سلول توموری رو از بین ببره. اون مرحله که حالا گفتیم که سلول دندریتیک سل به یکی از انواع مختلف راه ها میتونه در واقع آنتیژن رو دریافت کنه، مثلا سلول دی سی پالس میشه و بعد این سلول دی سی باید حرکت کنه به سمت لنف نوت ها و بعد اینکه وارد لنف نوت ها شد آنتیژن خودش رو ارائه بکنه به سلول های نایفتی و این سلول ها تمایز پیدا کنن اونجا به سی تی ال و وارد جریان گردش خون بشن و در واقع سعی بکنن که سلول توموری رو پیدا کنن، بهش متصل بشن و از بین ببرن. خب پروسه میبینید پروسه نسبتاً طولانی هست و در واقع حالا اگه من دوباره اسلاید قبل رو بهتون نشون بدم، همین فقط تو قسمت اولش در واقع این قسمت هست که تو آزمایشگاه باید انجام بشه و این که وارد بدن شه رقیق اتفاقات داخل بدن میزبان میافته که میتونه کبوت پروسه میتونه که افیشینسی این در واقع واکسن رو حتی تاثیر قرار بده که حالا باز ادامه در موردش با هم صحبت میکنیم. پس گزینه اولی که ما داریم و برامون مهم هست بحث در واقع آنتیژن است. تو این اسلاید میبینین که حالا یک سلول توموری یا یک محیط توموری یک محیط در واقع خیلی شلوغیه، یه محیطیه که در واقع شما انواعی از سلول ها رو دارین، اینجا سلول های ایمنی منظورم هست، سلول های تی سل دارین، رگولیتوری تی سل ها رو دارین، نمیدونم تومور اسوسییتد ماکروفاژ ها رو دارید و پرزنتینگ سل ها رو دارید. بسیاری از این سلول ها اینجا هستن، انکی سل ها هستن که اینها ممکنه که بعضن به نفع تومور هم حرکت بکنن. یعنی سلول توموری یک سلول هوشمندیه که قرار هست از در واقع بدن میزبان فرار بکنه از ایمنی سیستم میزبان و این کار رو هم به خوبی انجام داده چون تشکیل توموری رو داده و تونسته که از دسترس سیستم ایمنی به طریق مختلف فرار کنه. حالا بعضی از این طریقا که حالا من توی این اسلاید آوردم اونهایی که در واقع مرتبط با دی سی هست میتونه در واقع جلوگیری بکنه از میچوریشن دی سی و فعال شدنش با استفاده از ترشح کردن سایتوکاین های خاص، ممکنه باعث آپاپتوز در واقع سلول دندریتیک سل بشه. همچنین میتونه با استفاده از در واقع چک پوینت مولکول هایی که روی سطحش هستن بره و متصل بشه به سایر سلول ایمنی مثل NK ها و تی سل ها و عملکرد و فانکشن اونها رو ازشون بگیره و در واقع مانع از فعالیت اونها بشه. پس ما انواعی از روش ها رو میبینیم که سلول توموری به کار میگیره تا از سلول ایمنی در واقع فرق کنه. سلول ایمنی هم این رو شناسایی نمی کنه و در نتیجه تومور میتونه تو میکرو انوایرمنتی که برای خودش تشکیل میده در واقع در مجموع محیط سیفی رو برای خودش به وجود بیاره، بتونه توی اون محیط تکثیر بکنه و به بقای خودش ادامه بده. این روند رو اگر هر همونطور که ادامه میده در طول مسیر طی فرآیندهای سلولی دوباره باز پیشرفته تری میتونه به پروسه های اپیتلیال مزانکایمال ترانزیشن بشه و اصلا تغییر فنوتایپ بده که البته با ژنوتایپش هم مرتبطه و از محل خودش خارج بشه، وارد جریان خون بشه و قدرت اینویژن پیدا بکنه همراه با میگریشنی که داره و بتونه متاستاز رو ایجاد بکنه. خب پس برای اینکه این اتفاق نیفته و سلول توموری ایجاد بشه، یعنی نشه و دی سی بتونه در واقع سلول توموری رو بشناسه، احتیاج به این قضیه هستش که سلول توموری بهش معرفی بشه و بهش پرزنت بشه. پس اولین در واقع نیاز به شناسایی آنتیژن در مورد اون کنسری هستش که ما در واقع میخوایم سلول بی سی مون رو در واقع ترین کنیم علیه اون کنسر. حالا این کنسر هر کنسری هم میتونه باشه ولی بیس این قضیه باهاش یعنی تفاوتی نمیکنه. حالا من در واقع کنسرهایی که من خودمون روش فوکوس هستیم بیشتر کنسرهای در واقع گوارشی هست، عمدتاً بحث‌های مربوط به کلورتال کنسر، گستریک کنسر و هیپوتلسلولار کارسینوما. خب پس ما الان احتیاج تو مرحله اول داریم به این که بتونیم یک پپتید مناسبی رو پیدا بکنیم، کارایی این رو داشته باشه که تفاوت بذاره بین پپتیدی که در واقع روی سلول سرطانی هست با سلول نرمال. خب ما اومدیم یه مطالعه 2017 ران کردیم، اومدیم بر اساس پلتفرم‌های میکرو‌آرئی بیان ژن‌های مختلف رو در واقع اندازه گرفتیم و تو 3 سرطان مختلف اومدیم اینها رو با هم مقایسه کردیم و به یک در واقع لیستی از ژن‌ها رسیدیم که حالا این رو هم
چاپ کردیم توی مجله مولکولار بیوسیستم تو همون سالها و یک در واقع پلتفرمی رو مشخص کردیم که این جنها آپ رگولیت یا در رگولیت میشن توی سلول های در واقع توی کانسر های مختلف. نکته ای که اینجا میخواستیم پپتید رو انتخاب بکنیم به عنوان قدم اول، خب ما قاعدتا احتیاج به یک نشانه روی سلول سرطانی داریم و این نشانه روی سلول سرطانی قاعدتا باید جز پروتئین هایی باشه که اول از همه روی سطح سلول باشه و دوم اینکه آپ رگولیت بشه، چون اگر روی سطح سلول نباشه و داخل سلول باشه توسط در واقع سلول های کشنده ممکنه که سلول های کشنده CTL که در واقع آنتیژن رو دریافت کردن ممکنه قابل شناسایی نباشه، پس باید روی سطح سلول باشه که به عنوان یک مارکر سطحی عمل بکنه و سلول های کشنده تی بتونن اون رو ببینن. دومی از اینه که بیانش افزایش پیدا بکنه، اگر بیانش کم باشه خب این میتونه تو ما آنتیژن هایی داشته باشیم که روی خیلی از سلول ها اصلا بیانی نداشته باشن تو حالت طبیعی، پس مشکل چی میشه؟ مشکل اینجا میشه که سلول تی میتونه به طیف گسترده از سلول ها حمله میکنه به این بهانه که در واقع این وجود نداره یا اصلا نمیتونه شناسایی بکنه، پس بهتره که اوور اکسپرس بشه که اون مقدار زیادی باشه که سلول تی بتونه ببینه و اینکه روی سطح سلول قرار گرفته باشه و وقتی روی سطح سلول قرار گرفته باشه اون وقت میتونه توسط سلول تی به راحتی شناسایی بشه و سلول تی یا سایتوتوکسیک لنفوسیت CTL بتونه اون رو از بین ببره. خب ما با منحیث مجموع با در نظر گرفتن همه این جزئیات و در واقع طول پروتئین و محلهای فعال پپتید رسیدیم به در واقع پروتئینی به اسم LY6E که توسط همکار خوبمون خانم دکتر یاریان که کار در واقع بایو انفورماتیکش رو برای طراحی پپتید این پروتئین انجام داد، پپتیدهای رو جهت در واقع انجام آزمایشات پریکلینیکال در واقع انتخاب کردیم و کارمون رو با این پروتئین سطحی شروع کردیم که همونطور که می‌بینید روی سرطان‌های گسترو کانسر و کولورکتال کانسر افزایش بیان رو داشتن. بعد اومدیم تمام اون مراحل رو که حالا ما در واقع توی شکل شماتیک من بهتون نشون دادم، همکاران من خانم بیگی و جناب دکتر اسدی اومدن در واقع سلول‌های دیسی رو توی آزمایشگاه از بومروی در واقع یا فمورتیبی های سلول در واقع موش اومدن مونوسیت ها رو جدا کردن و باید باستاده از سایتوکاین ها و گروس فاکتور ها این مچور دیسی و سپس مچور دیسی و پالس در واقع دیسی رو انجام دادن به واسطه همین پروتئینی که سنتز شده بود و کاراکترایزیشن رو در واقع اینجا انجام دادن با مارکرهای سطحی دیسی و مجاور کردن با لنفوسیت ها. خب قاعدتا وقتی لنف سلول لنفوسیتی میاد دریافت میکنه در واقع میتونه آنتیژن رو سلول لنف از سلول دی سی دریافت کنه، شروع به تکثیر میشه و در واقع قدرت پروفریشنش افزایش پیدا میکنه. با استفاده از تست سی اف اس ای در واقع همکاران من این رو به خوبی اینجا مشخص کردن که با نسبت 1:10 تونستن در واقع اون میزان اپتیمایز کردن دی سی به لنف رو در واقع مشخص بکنه. و بعد از اینکه حالا تزریق در واقع به داخل حیوان انجام میشه، به داخل بدن موش انجام میشه، ما قبلش قاعدتا تومور رو ایجاد کردیم در داخل بدن موشمون، میتونیم ببینیم که حتی اینجا شما از نظر در واقع مورفولوژی و سایز تومور میتونید ببینید که خب اونهایی که در واقع دریافت کردن بسیار کوچکتر هستن از کنترل های ما. در واقع سه تا از اینها سایز کوچکتر رو نشون میدن در مقایسه با کنترل ها. همینطور هستش که سطح مارکرهای در واقع التهابی ما اینترفرون گاما و اینترلوکین 12 افزایش پیدا میکنه که در واقع التهاب ما میدونیم که این سایتوکین‌های التهابی خاصیت کشندگی و سلول سرطان داره و به نفعش کار نمیکنه، از اون ور ضد التهابی مثل اینترلوکین 10 اگر افزایش پیدا کنه به نفعشه که ما اینجا میبینیم تو حالت پایش تفاوتی تو اینترلوکین 10 نداریم ولی سایتوکین‌های التهابی رو میتونیم افزایشش رو ببینیم که باعث از بین رفتن در واقع سلول‌های سرطانی میشه و این نتایج رو به واسطه از پاتولوژی هم نشون دادیم. البته شما میبینید که این افزایش چشمگیری نیست و این خب از مشکلاتی هستش که توی بحث دی سی وجود داره و این مشکلاتش رو در واقع من در انتها خدمتتون میگم که چجور در واقع ما چالش هایی رو باش مواجه هستیم تو بحث دی سی تراپی.
پس اینجا ما نشون داریم که حداقل پپتایدی که ما انتخاب کردیم فانکشنال هست و در واقع میتونه سلول دی سی دریافتش بکنه و به سلول تی سل منتقل بکنه و سلول تی هم در واقع تا حدی از بین ببره این نواحی که در واقع بافتای توموری هستن و اون رو باعث نکروزشون بشه. اینجا توالت آنتیت میبینیم بافت سالمی رو تو بافت تومور و توالت در واقع تریت شده بافت ها در واقع نکروز شدن و از بین رفتن. نتیجه این کار رو ما اومدیم توی در واقع مجله ایمیون تارگت هم تراپی چاپ کردیم که حالا جزئیات کار در واقع قابل رصد کردن هست توی این پیپر و میتونیم اونجا در واقع جزئیات نحوه اندازه‌گیری پروفریشن در واقع تیسل ها یا در واقع کاراکترایز کردن دی سی و تیسلمون رو در واقع اونجا ببینیم. همینطور در واقع بحث نکروز و واپتوز رو با استفاده از در واقع روش های انکسین پی آی. همونطور که بهتون گفتم یک مسئله که وجود داشت اینجا تو اسلاید قبلی هم به در واقع اشاره کردیم بحث این بود که تعداد در واقع دی سی های فعال و اینکه دی سی ها به صورت فانکشنال عمل بکنن توی مراحل مختلف کاهش پیدا میکنه. ببینید شما توی مرحله مونوسیت رو میگیرید که به این مچور دی سی تبدیل کنید، خب اینجا یک تعداد سلول از دست میرین چون افتیکیسی 100% نیست. از اون طرف شما یک تعداد ایمچور رو در واقع بهش میاد پالسشون میکنید اصطلاحاً یا بهش در واقع اون پپتید رو ارائه میکنید که اون در واقع بتونه پروسس بکنه، اون رو دریافت کنه، پروسس کنه بیاره رو سطحش. اونجا هم که 100% ایمچور دی سی ها دریافت نمیکنن اون پپتید رو، پس اونجا هم دوباره شما یک مرحله دیگه افیکیسی کارتون میاد پایین. بعد از اون ایمچور دی سی تون باید به اکتیویتد سل ها تبدیل بشه به واسطه در واقع لیگاند هایی که قرار هست دریافت بکنه. خب اونجا هم که دوباره 100% اون ایمچور هایی که پالس شدن که نمیان در واقع به اکتیویتد تبدیل بشن، اونجا هم دوباره یک ریزشی رو دارید. و بعد از این همه اینها بسر این است که حالا اون مقداری که حالا به اینجا رسیدید این دی سی رو حالا قرار هست تزریق بکنید، این دی سی خودش رو بعد قرار هست برسونه به لنف نود، باز هم همه اون دی سی هایی که مچور شدن و پارس شدن به لنف نود نمیرسن و باز یک تعدادی میرسن و باز از اون یک تعداد دوباره تعداد کمتری قادر هستن که آنتیژن خودشون رو به سلول نفتی بدن و اون نفتی ها به سی تی ال تبدیل میشن و از اون سی تی ال ها باز همه سی تی یلا قابلیت نفوذ به میکرو انوایرمنت تومور رو ندارن. پس همینطوری که میبینید این هی تو هر مرحله در واقع افیکیسیش رو اما کمتر میشه. حالا البته صحبت میکنیم که چه اپروچی هست و چه کارهایی انجام شده که الان در واقع بایپاس شده یک سری از این مسیرها برای اینکه بتونن راحت‌تر و سریع‌تر در واقع به این فایده اصلی در واقع از بین رفتن سلول توموری برسونن. ما تو مرحله اول گفتیم سلول های دی سی که تزریق میشن، گفتیم که در واقع سلول توموری میاد با ترشح در واقع انواع از سایتوکاین ها ممکنه اصلا فید یا سرنوشت سلول دی سی رو تغییر بده، یعنی از سمت دی سی مهاجم این دی سی رو ورداره ببره به سمت در واقع تولوژنیک دی سی، دی سی که در واقع به نفع تومور کار میکنه و در واقع میاد سایتوکاین های آنتی اینفلاماتوری ترشح میکنه و این باعث میشه که دی سی هم اونجا تعدادی از دی سی ها در واقع از ساعت فانکشن خودشون خارج بشن. اومدیم یه مطالعه دیگه ای رو در واقع خانم بیگی در واقع و همراه خانم درگزنی و خانم علیفرد انجام دادن از در واقع همکاران آزمایشگاهی ما و اومدن در واقع از ریپوزیشن کردن داروی استفاده کردن به اسم پیگلوتازون. پیگلوتازون که در واقع اثر جانبی پیگلوتازون در واقع یکی از اثراتش در واقع مخار کردن مسیر اینترلوکین 6-3 و اینترلوکین 6 و استات 3 هست که به این واسطه در واقع میتونه مخار بکنه این سایتوکاین های ترشحی رو و با کاهش اینترلوکین 6 در واقع ببخشید با کاهش اینترلوکین 6 در واقع بتونه جلوگیری بکنه از تمایز دی سی به تولوژنیک دی سی که در واقع خواسته در واقع این آزمایش نیست. حالا این در واقع من از فلوچارت انجام آزمایش میگذرم چون فکر میکنم دیگه به پایان وقت خودمون رسیدیم. اونجا در واقع ما تونستیم محیط انوایرمنت تومور رو
با اون محیطی که میخوایم در واقع تبدیل بکنیم با کاهش اینترلوکین 6، البته از طریق پسوی استات 3، و تونستیم در واقع دی سی آی رو داشته باشیم که تعداد دی سی آی فانکشنمون بیشتر باشه نسبت به حالتی که پیکوتازون رو نداشته باشه. البته چون این پروژه الان در حالت آنگوینگ هست، من همه دیتا رو اینجا ندارم، اما تا اینجای دیتا ما در واقع به این صورت هستش که تونستیم در واقع کاهش بدیم سطح اینترلوکین 6 رو و از اون طرف پروسه مچوریشن رو تسریع بکنیم که حالا دیتای این مقاله هم به زودی چاپ خواهد شد و در اختیار قرار خواهد گرفت. همونطور که خدمتون گفتم، من که بحث رو ببندم، اون مسیر چالنجی که گفتم رو در واقع ما توی سه تا بحث میتونیم داشته باشیم که فایندینگ کارکت آنتیژن، یعنی در واقع آنتیژن مناسب رو باید بتونیم پیدا کنیم، افیکیسی دی سی رو باید بتونیم حفظ کنیم، و در واقع در نهایت زنجیره ورود در واقع سی تی ال رو به درون محیط میکرو انوایرمنت در واقع تومور باید حفظ کنیم. الان البته برای هر کدوم از این بخش ها پروژه های در حال ران هست در همه دنیا، ولی البته با حضور دیگه در واقع بحث کارتیسل، عملا اون کاری که قرار هست دی سی انجام بده و آنتیژن رو بیاره پرزنت بکنه به سلول های تی، دیگه تو شرط آزمایشگاه انجام میشه، به سلول تی در واقع وارد میشه اون آنتیژن مورد نظر و بعد اون سلول تی وارد سیستم در واقع بیمار سرطانی میشه، که حالا البته بحث میکرو انوایرمنت اونجا هنوز هم حل نشده، برای همین سلول تی تو سرطان های مثل سرطان های خون بهتر جواب دادن مثل لنفوم و تا سالید تومورها. علت یکی از علت اصلی بحث میکرو انوایرمنت تومور است. این در واقع کلیتی بود که از کار که در واقع خدمتتون ارائه شد و امیدوارم که آشنایی زمینی رو پیدا کرده باشید با بحث دی سی تراپی و پپتیدها در درمان بیماری سرطان. ممنونم از توجه شما. تشکر می‌کنیم از دکتر بقایی به خاطر مباحث کاربردی که ارائه کردن. یادآوری می‌کنم جهت کسب امتیاز بازآموزی تا 48 ساعت بعد از پایان پنل فرصت دارین از طریق سایت cmequiz.ir وارد آزمون مربوطه بشین، به سوالات پاسخ بدین و از امتیاز بازآموزی بهره مند شین. همچنین برای دریافت فایل ضبط شده پنل ها دو روش برای دسترسی وجود داره، یکی از طریق کانال آپارات مرکز طبی کودکان و دسترسی دوم از طریق سایت و اپلیکیشن کنگره است که وارد قسمت برنامه های علمی بشین. در اون قسمت پنل های مختلف آپلود شده و میتونین از فایل ضبط شده استفاده کنین. در این قسمت در خدمت دکتر خدامی هستیم، دکترای بیولوژی مولکولی و ژنتیک با موضوع فناوری نوین mRNA در توسعه نسل جدید واکسن‌ها و داروها. آقای دکتر لطفا میکروفونتون رو فعال کنین، اسلاید دارم در خدمتتون قرار میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. صدای من میاد؟ سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، دانشجویان، اساتید محترم، و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این همایش مفید. امیدوارم که بحثی که امروز در خدمتون هستیم مفید باشه. من در مورد فناوری استفاده از mRNA به عنوان نسل جدیدی از داروهایی که در واقع در حال ظهور هست در عرصه پزشکی در خدمتتون هستم. البته به خاطر اینکه به هر حال بحث جدیدی هست، طبیعتاً این جلسه هم خیلی به صورت عمومی هست و نکات سعی می‌کنیم نکات کلی ولی شفافی رو خدمتتون ارائه بکنیم. بیماری هایی که ما باشون مواجه هستیم، چه بیماری هایی که ارثی هستند یا اکتسابی هستند، چه اونایی که عفونی هستند یا غیر عفونی هستند، همشون در یه چیز مشترکن و اونه که اساس در واقع ژنتیکی دارن پشت سرشون. بالاخره یک
چیزی هست که کد ژنتیکی هست که در اینجا دخیل هست و خب از طریق همین کد ژنتیکی میشه در واقع به مقابله با اون بیماری یا پیشگیری از اون بیماری اگر بیماری عفونی باشه در واقع مبادرت ورزید. اینو حالا ما میتونیم تو بحثی که توی در واقع بیولوژی هست که سنترال دوگما بهش میگن که در واقع جریان انتقال اطلاعات ژنتیکی از دی ان ای به نسخه های ام ار ان ای و بعد از اون در واقع ترجمه شدن نسخه های ام ار ان ای توسط ماشینری رایبوزوم در داخل سایتوپلاسم سلول ها و تبدیل اونها به پروتئین هست که پروتئین ها عمدتاً فانکشن های مختلفی رو دارن و عملکرد متنوعی رو دارن که خب حیات رو به نحو خوبی شکل میدن. حالا ما صحبتمون اینجا هست که در واقع از هر ستای این در مولکول ها به عنوان دارو میشه استفاده کرد و اپروچ های درمانی رو میشه بر پایه اونها بنا نهاد. من ابتدا راجع به پروتئین ها صحبت میکنم چون به هر حال پروتئین های نوترکیب پروتئین های داروهای شناخته شده ای هستن، احتمالاً دوستان استحضار دارن که بسیاری از در واقع گرون قیمت ترین داروها الان و از نظر قیمتی توی بالای لیست قرار میگیرن داروهای پروتئین های نوترکیب هستن، حالا مونوکلونال آنتی بادی ها هستن، هورمون رشد هستن، اینا در واقع پروتئین هایی هستن که خب به صورت تجاری در اومدن سالهای سال روی اینا کار شده، ولی خب پروتئین ها برای ساختشون یک چالش هایی وجود داره و مهمترین چالش در واقع علت چالش این هست که هر پروتئین یک ساختار منحصر به فرد یک یونیک انتیتی هست که ممکنه با پروتئین در واقع دیگه ای که حتی مشابهت هایی ممکنه باش داشته باشه خیلی تفاوت جدی داشته باشه. من وقتی شما میخواین پروتئین رو به صورت خالص تولیدش بکنین از نگاه در واقع تولید دارو اگه در نظر بگیریم، اول اینکه شما خواستای مختلفی استفاده بکنین برای پروداکشنش و وقتی هم که این کار انجام شد بعد بحث پیوریفیکیشن و خالص سازیش و شرایطی که تو خالص سازی استفاده میشه از پروتئین به پروتئین دیگه متفاوت هست و چالش های زیادی اینجا وجود داره. خیلی وقتا پروتئین ها میسفولد میشن بعد دیگه ریفولد نمیشن، داستانی هست که خب این فرایند به دست آوردن اون پروتئین ها رو دچار مشکل میکنه و با سختی هایی مواجه میکنه که به همین قیمتشون هم بالا میره و بعضی وقتا دستیابی بهشون هم تا حدی غیر ممکن میشه. یه بحث دیگه هم که وجود داره اینه که پست ترانسلیشنال مودفیکیشن گروه های قندی معمولا روی این پروتئین ها سوار میشن. خب شاید ساده ترین هاستا برای تولید پروتئین ها باکتریا باشن یا ییستا باشن، اما وقتی که شما اون رو پروتئین رو مقایسه میکنید با پروتئین در واقع طبیعی، اون گلایکوزایلیشن ها گروه قندی که به صورت شاخه‌دار روی اون پروتئین سوار میشن در واقع کاری که اونا میکنن کار مهمی هست و باید پترنشون و الگوشون الگوی مشابه اون چیزی باشه که شما در بدنتون دارید، ولی وقتی میاد توی هاست دیگه این رو بیان میکنید به اون نمیرسید. اون خب یکی از چالش ها هست و تولید پروتئین هم تو سلول های انسانی چالش های خودش رو داره و سخت هست و گران قیمت. بس پس از اینم وقتی که شما پروتئینتون ساختید بحث فرمولیشن و اینکه بتونید اون رو به سلامت برسونید داخل محلول قرار بدید با اون فولدینگ صحیحش که یه پروتئین فانکشنال عمل کردی به شما بده بتونید انتقال بدید کار سختی هست. جوری که مثال که میزنن میگن اگه شما در واقع فرض کنید آسپرین رو بگیرید یه قایق ساده، اگه یه مونوکلونال آنتی بادی رو بخواید بگیرید یه کشتی کروز هست از نظر کامپلکسیتی و پیچیدگی. و خب این همه هم تو دیولپمنتش و هم تو قیمت تمام شده است، هم داستانایی که داره، هم زمان طولانی میشه دستیابی بهش و هم بحث به هر حال مسائل دیگه هست. به این ترتیب بد نیست که توی اون سنترال دوگمایی که گفتیم به دو مورد دیگه یعنی دی ان ای و آر ان ای هم اشاره بشه. خب تو دی ان ای بحثی که هست اینه که دیگه بحث جین تراپی و انتقال ژن وقتی که یه در واقع نقص وجود داره شما بتونید اون نقص رو در ابعاد ژنتیکی در روی کپی اصلی یا حالا یه کپی اضافه اگه بتونید وارد ژنوم بکنید که اون پروتئین سالمی که معیوب هست یا مفقود هست در واقع بتونه توی سلول شما اکسپرس بشه، خب بس جین تراپی پیش میاد. باز میدونید جین تراپی ها فوق العاده گران قیمت هستن. حالا کارتی سل تراپی یکی از اون مواردی هست که به هر حال یک نوع جین تراپی هست چون در واقع سازه کایمریک آنتیجن به صورت دی ان ای انتقال داده میشه و این دی ان ای در واقع در داخل ژنوم سلول ها وارد میشه، اینتگره میشه، یه جای قرار میگیره و این خودش یه پتانسیالی محل اشکال هست به خاطر اینکه ممکنه یک ژنی رو در واقع دچار مشکل بکنه، ممکنه یه پروکتو آنکوجنی رو فعال بکنه یا تومور ساپرسر ژنی رو در واقع اینکتیو بکنه و این نتیجهش سرطان زایی بشه. به هر حال یه سری نگرانی وجود داره و دی ان ای خب مولکول استیبلی هست برای اینکه در واقع تولیدش هم وابسته به تولید ویروس هست و شما باید با ویروس انتقال بدید و خب بحث انتقال ویروس خودش
یه سری ملاحظاتی داره، تولید ویروس فسیلیتی های خاصی میخواد، پیوریفیکیشنش، حالا اینجا بحث اینتگریشن رو باز دوباره داره مطرح میکنه که کجا بره اینتگره بشه که خیلی هم دست ما نیست، اما بحث پیوریفیکیشن و استپایی که داره، مراحلی که داره، کارو خیلی پیچیده میکنه و قیمت رو بالا میبره. به این ترتیب خب جین تراپی ها دارن انجام میشن و در برخی از موارد هم یه جورایی تنها راه استیبل هستن و باید هم انجام میشن، ولی اگه راه دیگه وجود داشته باشه خب در واقع ملاحظه میشه. یکی از این راه هایی که خیلی جالب هست بحث استفاده از آرنه هست و آرنه در واقع نسخه ای هستش که از روی ژن کپی برداری میشه، یه پلیمر شبیه پلیمر دی ان ای هست، ولی خب دی ان ای درشته ای، این تک رشته ای، ولی همون اطلاعات رو منتقل میکنه، به صورت ترانزینت هم کار میکنه، به صورت موقتی میتونه یه سری اطلاعاتی ببره. حالا احتمالاً دوستان با بحث اسمال اینترفیرینگ آر ان ای ها آشنا هستن. اسمال اینترفیرینگ آر ان ای ها کاری که میکنن، اگر یه نقطه کامپلیمنتری وجود داشته باشه، یک قطعه کوچیک آر ان ای هست، میتونه بره یه ژنی رو که معیوب هست اون ناحیه رو به صورت خیلی اسپسیفیک پیدا بکنه و اون توسط سلول، وقت اون ژن در واقع اون ام آر ان ای اون ژن دیگرید میشه، تخریب میشه و از بین میره. و اگه شما یک مثلا فرض کنید یک ام آر ان ای ناخواسته ای دارید که از طریق یه جهش ژنتیکی به وجود اومده، میتونید علیهش یک اس‌آی‌آرنی رو درست بکنید، اسمال اینترفیرینگ آرنی، آرنی تداخل کننده کوچک درست بکنید که این بره اون ژن رو تخریب بکنه و از بین ببره. خب این خیلی خوب استفاده شده، ولی خب چیزی حدود 20 سال طول کشید تا اولین داروهای اپرووش از سال 2018 شروع کرد آروم آروم به بازار اومدن. الان فکر میکنم 2-3 تا از اینا در حال ورود هستن یا داخل بازار هستن که خب برای موارد خاصی هم استفاده میشن. اما از اونجایی که در واقع این اپروچ و این استراتژی در واقع در جهت تخریب هست و خب مولکول های زیادی، موارد زیادی هم پیدا نمیشه که یعنی ما تارگتمون تخریب کردن باشه، خیلی وقتا ما یه چیز خرابی داریم میخوایم اونو بسازیم، این یه مقدار عملکرد محدودی داره. اما اگر مسنجر آر ان ای استفاده بکنیم، آر ان ای که در واقع میاد پیام رو انتقال میده، مزیت‌های خیلی خوبی خواهد داشت. ببینید اگر ام‌آرنه رو استفاده بکنیم و به داخل سلول بزنیم، مستقیما وقتی وارد سلول میشه ترجمه میشه، وقتی ترجمه میشه پروتئین رو میسازه و این نکته جالب اینه که تمام ام‌آرنه‌ها شبیه هم هستن، در صورتی که هر کدوم از پروتئین‌ها با اون یکی متفاوت بودن، بنابراین اون یونیکنس اینجا خیلی بحثی محلی از اعراب نداره. و اگه شما بتونید مسائل مربوط به ام‌آرنه و دلیوریش و بحثایی که هست، استابیلیتیش و همین در واقع ترنسلیشنش رو در واقع کنترل کنید، ماجولیت کنید، یک بار اگر انجام بدید برای همه انواعش قابل استفاده است. شما میتونید یه آنتیژنی رو روی امانه در واقع کدش رو قرار بدید، اون آنتیژن وارد سلول بشه و اون آنتیژن اکسپرس بشه و سلول‌های بی سل یا تی سل رو از انواع مختلف تحریک بکنه و عملا شما میتونید یه واکسینی از جنس امانه داشته باشید که حالا یه ذره بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم، یا اینکه حتی کار تی سل که با در واقع بحث انتقال ژنتیکی یه سری محدودیت براش وجود داره، این مطالعات الان داره انجام میشه که کلا به صورت امانه انتقال پیدا بکنه. همینطور در واقع کریسپر میدییت جین ادیتینگ که میدونید کریسپر همین چند وقت پیش در واقع نوبل گرفت برای اهمیتی که داره جین ادیتینگ، ولی خب یکی از مشکلات کریسپر این بود که شما سازه دی ان ای رو باید میفرستید داخل سلول، استیبل بود، مشکلات ایجاد میکرد، اما الان میشه اون آنزیم عملگر بحث ادیتینگ که کس 9 هست، اون رو امانش رو به صورت کدش رو به صورت امانه وارد سلول‌ها که به صورت موقتی یه کار رو انجام داد و بعد فارغ شد. یعنی که شما در واقع جراحی داخل سلول انجام میدید و بعدم جراح ازش میره بیرون. امانه، استفاده از امانه تاریخ طولانی داره، 1962 اصلا امانه کشف شد، 1990 اومدن امانه رو به صورت امانه نیکید بدون هیچ پوششی تزریق کردن به مغز رت و هورمون وازوپرسین در واقع به صورت پروتئینی درست شد. خب خیلی جالب بود، اما استفاده از اون محدود بود به خاطر اینکه امانه وقتی از بیرون از سلول میاد حالت اگریسیو داره و سلول سعی میکنه اون از بین ببره، چون فکر میکنه که ویروس وارد سلول شده، چون بسیاری از ویروس ها آر ان ای ویروس هستن. این به خاطر همین استفاده از این محدود شد تا این سال 2005 که متوجه شدن اگر که در ساخت ام ار ان ای از مودیفاید نوکلئوتیدا استفاده بکنن، آر ان ای در واقع یه جوری نان ایمونوجنیک میشه و میتونه عملکرد بهتری داشته باشه. خب از اونجا اپلیکیشن های خیلی زیادی براش در واقع به وجود اومد و داره این در اپلیکیشن یکی یکی در واقع دیولپ میشه که حالا احتمالاً دوستان در مورد این هم اطلاعاتی دارن. من در مورد مزیت های این تکنولوژی بگم اینه که امانه وقتی به سلول میرسه، به سیتوپلاسم سلول میرسه، بلافاصله پروتئین درست میکنه و این خب ارجح نسبت به جین تراپی، هیچ اینتگریشنی نداره توی ژنوم و این باز دوباره ارجح نسبت به جین تراپی، ترانزینت اکسپرشن داره، از جنبه‌ای براش مزیته
تو زمانی که شما مثلا میخواید استراتژی هیت اند ران بزن در روی یه چیز رو اکسپرس بکنید و بعد از چرش خلاص بشید خیلی خوبه، ولی خب تو مثل جین تراپی نیست طبیعتا. و یک نکته خیلی مهم دیگه هم این که هست اینه که سیمپل پروداکشن داره و واقعا درست کردنش نسبت به پروتئین ها و در واقع سازه های جین تراپی بسیار آسان تر هست و به تبع قیمت تمام شدن میاره پایین و شما به صورت پارالل میتونید داروهای مختلفی رو توسعه بدید. اما طراحیش بسیار فنی هست و خب یه سری مسائلی داره که بعد این مسائل در واقع حل بشه، بحث اینه که ایمینو ماجولیشنش رو باید یه سری مودیفیکیشن هایی داخلش قرار بدید که اون ماجولیشن اتفاق بیفته و بحث دلیوریش هم هست که الان با ابزارهای مختلفی سعی میکنن به داخل سلول وارد بکنن. اینا بحثایی هست که در مورد mRNA هست. من خیلی سریع چند تا از اپلیکیشن هاش رو هم میگم خدمتتون. به عنوان مثال در واکسن درمانی سرطان رو میشه بر اساس mRNA خیلی خوب توسعه داد. ببینید ایده واکسن درمانی که حالا یه مقداری هم آقای دکتر بقایی توضیح دادن در واقع بحث قبلی، این هست که شما وقتی که یه چیزی سیستم ایمنی ما نسبت به خودش خیلی هپیه، ولی وقتی که خیلی خوشحاله، وقتی که یک چیزی از خارج بیاد یه نان سلفی رو اصطلاحا هم ببینه، غیر خودی رو ببینه، خیلی عصبانی میشه، علیهش وارد عمل میشه. سلولهای سرطانی هم یه ویژگی اینطوری ممکنه داشته باشن. این وقتی ما سلولی توده سلول سرطانی داریم، به دلیل رشد بی‌رویه‌اش و در واقع تقسیم سریع سلولی که داره، یه سری میوتیشن ها و جهش هایی در داخل ژنومش انباشته میشه. این میوتیشن ها اگه در پروتئین کدینگ ژن ها باشن، کاری که میکنن اینه که یک در واقع آنتیژن های جدید، یه ساخت پروتئین های جدیدی رو درست میکنن که اینا برای سلول در واقع بیگانه است، سلول قبلا اینا رو تجربه نکرده. اصطلاحا هم به اینا نیو آنتیژن یا آنتیژن جدید گفته میشه که حالا در بحث قبلی هم دکتر بقایی بهش اشاره فرمودن. اینطوری به این شکل سلول های سرطانی در واقع نان سلف میشن و نان سلف مورد حمله قرار میگیره توسط سیستم ایمنی و ما باید خدا رو شکر کنیم که در واقع سیستم ایمنی ما این کارو میکنه و ما سرطان نمیگیریم. در واقع اینا که سرطان میگیرن از دست سلول ایمنی در میره، ولی روزانه ما میوتیشن های فراوانی در بدنمون داریم که به همین طریق نابود میشن و از بین میرن و سیستم ایمنی وارد عمل میشه. اما اگه اینطور نشود، کاری که میشه کرد اینه که از سمپل سرطانی میشه یک در واقع بایوپسی گرفت، با نمونه خون مورد مطابقت قرار داد، چون بقیه بدن سالمه و یه توده سرطانی جهش‌های درش اتفاق افتاده، اون جهش‌ها رو میشه از داره در واقع جینومیک میشه ژنومش رو مقایسه کرد و پیدا کرد که چه جاهایی نئو آنتیژن و اصطلاحا نئو اپیتوپ ایجاد شده. اون نئو اپیتوپ ها رو میشه اون وقت روی سازه‌های آر ان ای قرار داد، به صورت جی ام پی گرید به بدن بیمار تزریق کرد تا سیستم ایمنی تارگتد به سمت اون بیماری در واقع حرکت بکنه. الان این کاری که داره انجام میشه اینه که این نئو آنتیژن ها روی در واقع سازه های ام ار ان ای قرار گرفته میشه، مثلا تعداد زیادی شاید نزدیک 30 40 تاش قرار میگیره پشت سر هم، تپتیدای کوچیک تا شاید تا حدود مثلا 30 تا امینو اسید، و اینا وقتی وارد سلول میشن توسط پروتئازم تیکه تیکه میشن روی ام اچ سی کلاس 1 و 2 در واقع پرزنت میشن و تی سی ار ها نسبت به اون فعال میشن و در واقع سیستم ایمنی تارگتد میره به سمت اون، که این الان کاری که تو دنیا داره انجام میشه و کانسر واکسن های متعددی داره دیولپ میشه. یه اپلیکیشن دیگه ای که از ام ار ان خیلی جالب هست شاید براتون بحث آنجیوجنسیس هورمونا باشن. ببینید وقتی مایوکاردیال اینفارکشن اتفاق میفته و ایسکمیک ایجاد میشه در بافت قلب، خیلی مهمه که ما خیلی سریع به داده بافت قلب برسیم. اونایی که متخصص قلب هستن از اینا که تخصص دارن اصطلاحا میگن تایم از ماسل، در واقع تایم همون عضله است، یعنی هر چقدر سریعتر بتونید به دادش برسید و خون رسانی بکنید، کانال قلبی اونجا عروقی اینجا ایجاد بکنید که خون رسانی و در واقع مواد غذایی و اکسیژن اونجا برسه، خب بافت کمتری تحلیل میاد به نفع کار هست و خب از به ریجنریشن هم کمک میکنه. حالا یه مسئله که وجود داره اینه که خب خیلی تلاش شد در سالهای مثلا دهه های اخیر که بیان از هورمون رگزایی مثل وجفه استفاده بکنن و این هورمون بیاد در واقع کاری که بکنه اینه که الغای رگزایی بکنه، اما هورمون کوچیکی بود، مثلا که داخل بافت قلبی تزریق میکنن از خون کلیر میشد. گفتن چیکار کنیم؟ بیایم ام ار ان ای رو مستقیم تزریق کنیم داخل بافت قلبی. ام ار ان ای هورمون وجفه 165 رو به عنوان مثال که خودمون کار کردیم، استفاده کردیم و توی پریکلینیکال هم تقریبا بردیمش، بیاین اینو تزریقش کنید در داخل بافت قلبی جایی که اسکمیک شده و اینا وارد بافت عضلانی میشن، آروم آروم وجفه رو تولید میکنه، آروم آروم آزاد میکنه و همونجا رگزایی میشه. همین کار رو در واقع برای زخمای دیابتی هم دارن انجام میدن که الان توسط شرکت های مادرنا و استرازنکا در فاز 1 برای دیابتیکس و در فاز 2 برای مایوکاردیال اینفارکشن در حال گستره در واقع توسعه هست.
یه کار دیگه که با امارنه ها میشه کرد اینه که شما بتونید آنتیبادی با امارنه درست کنید. ببین وقتی آنتیبادی با در واقع آنتیبادی فرض آنتیبادی که برای درمان سرطان استفاده میشه، شما آنتیبادی که میزنید باز اونم یه هفلایفی داره. اما اگر کاری بکنید که مثلا کبد شما همون آنتیبادی رو تولید بکنه، خب این طولش طول در واقع مدتی که میتونه آنتیبادی رو داشته باشید بیشتر میشه. حالا غیر از اون میشه برای مثلا ایمنی تراپی پسیو هم از این استفاده کرد، مثلا آنتیبادی که علیه یه ویروس خاصی، مثلا ویروس کرونا، میشه آنتیبادی که الان تو سرم تراپی استفاده میشه کدش رو پیدا بکنید، کدش رو که پیدا کردید ازش امارنه بسازید، امارنه زنجیره سبک سنگیش رو بدید، کبد برای شما آنتیبادی رو میسازه تولید میکنه، مدت زمان طولانی تر این کار میکنه. که حالا اینجا برای هرسپتین به عنوان مثال تو این مقاله بهش اشاره شده که وقتی که شما بیاید امارنه رو میزنید یه سینگل دوزش برای یه مدت خوبی در واقع بیشتر از زمانی که شما بخواید پروتئین بزنید توی سطح بالاتری بر شما این آنتیبادی رو میسازه و خب نیاز نیست پمپ وصل بکنید به بیمار و یه مزیت‌های خیلی خوبی داره که این در واقع تکنولوژی داره دیولپ میشه و الان یه برندی از مونوکلونال آنتی‌بادی ها دارن دیولپ میشن به اسم رایبوماب که رایبوش از رایبوزوم در واقع رایبو نوکلیک اسید میاد و مابش هم مونوکلونال آنتی‌بادی هست که این در انتظار میره که در سالیان آتی در واقع آنتی‌بادی مونوکلونال به این شکل عرضه بشن. بحث واکسن‌های پروفیلاکتیک هم بحث بسیار مهمی هست برای بعضی از واکسن‌ها، مثلا CMV. شما تقریبا در واقع هیچ واکسنی الان در مورد CMV وجود نداره. یکی از دلایلش اینه که شما وقتی که بخواید این CMV رو به عنوان واکسن ارائه بکنید یه مجموعه کامپلکس رو باید تحویل سلول بدید، خب در تحویل سیستم ایمنی بدن بدید که خب درست کردنش تو حالت نیتیوش که بتونه ایمنیزا باشه کار ساده‌ای نیست. اما به عنوان مثال شرکت مادرنا الان این واکسن CMV رو در فاز کلینیکال ترایال 2 داره که انتهاش هست و قبل از کرونا تقریبا داشتن وارد فاز 3 میشدن که حالا با کرونا یه مقداری مشغول در واقع واکسن کرونا شدن. ببینید 6 نوع پروتئین مختلف رو همه رو داخل یه لیپید نانو پارتیکل گذاشتن به سلول میدن و اون تمام این پروتئین ها رو به صورت طبیعی در محیط طبیعی نیست از سلول استفاده میکنه برای اینکه آنتیجن بسازه برای شما و این طبیعی تر از این دیگه نمیشه. شما فرمانتو رو تبدیل کردید به خود بدن که برای شما واکسن رو بسازه. خب این کار برای واکسن در واقع کرونا شاید بیشترین نمود رو داشته و احتمالاً استهزار دارید که این واکسنی که الان همه دنیا رو سر کار گذاشته و متاسفانه تلفات زیادی داره میده که امیدواریم بالاخره هر طوری که هست به فضل پروردگار ریشه کن بشه. شرکت مادرنا در واقع پس از 42 روز پس از دریافت ژنوم ویروس از ویروس ووهان واکسنش رو تولید کرد، به معنی واقعی کلمه واکسن رو تولید کردن و 20 روز هم تولید طول کشید تا FDA اجازه بده که این تزریق بشه. بعد از 62 روز و یک رکورد شکنی بود، یعنی پس از دو ماه تمام که کدش رو دریافت کردن بلافاصله تزریق شد به اولین بیماری که در واقع اولین داوطلبی که این واکسن رو گرفت و این اسپایک گلایکوپروتئین سطحی در واقع این ویروس رو می‌سازه. و می‌دونید این واکسن‌ها که حالا یکیش توسط شرکت مادرنا در آمریکا، یکی هم توسط شرکت بایو انتک در آلمان که با فایزر آمریکا در واقع کلابریتیولی دارن اینو می‌سازن، این دوتا واکسن الان لیدینگ هستن و احتمال میده تا چند هفته دیگه حتی یا چندی ماه دیگه کاملا وارد بازار بشن و تا الان خیلی موفق بودن، هیچ مشکلی هم نداشتن ظاهرا تو کلینیکال ترایلش. و کاری که اینا میکنن اینکه همون کد اسپایک گلایکوپروتئین سطحی کرونا رو در واقع قرار میدن روی پوشش داخل لیپید نانو پارتیکل، به عضله تزریق میشه و این داخل سلول‌های عضلانی در واقع وارد میشه و آنتیجن رو ایجاد میکنه و ایمنیزایی میکنه که خب همین واکسن استفاده شد و الان داره دیولپ میشه. ما هم در واقع در مرکز جامعه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در شرکت درمان گستر رنا به صورت یک شرکت دانش بنیان مشغول توسعه این واکسن هستیم که امیدوار هستیم که در ماه‌های آینده در واقع ما بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. به این ترتیب من بحثم رو تمام می‌کنم، امیدوارم که این بحث برای دوستان مفید بوده باشه. سلامت باشید انشالله و در امان. تشکر می‌کنیم از آقای دکتر خدامی برای ارائه مبحث کاربردی که داشتن. قسمت بین‌المللی کنگره اطفال امسال از تاریخ 12 تا 16 آبان معادل 2 تا 6 نوامبر به صورت مجازی برگزار خواهد شد. افتخار داریم که حضور بیش از 70 سخنران برجسته از بیش از 20 کشور سرتاسر جهان رو داشته باشیم. مشتاقانه منتظر دیدار شما بزرگواران هستیم. برای این هیچ مرزی نیست.
Bilimin sınırları yok. 32. Pediatri Kongresi'nde sizleri aramızda görmek isteriz. La scienza non confine. Esprimiamo di vedervi al 32° Congresso Pediatrico. La scienza no tiene fronteras. Esperamos que puedan reunirse con nosotros en el 32° Congreso Pediátrico. La science n'a pas de frontières. Nous sommes désireux de vous avoir parmi nous au 32e Congrès Pédiatrique. Vigyan kikoi sima nahin hai. Hum aapko tis niti antarashtriya ban chikitsa congress mein dekh ne ke liye utsuk hai. Science has no border and we are looking forward to meeting you at the 32nd International Congress on Pediatrics. برای دانش هیچ مرزی نیست. مشتاقانه منتظر ملاقات شما در 32nd کنگره. سخنرانی آخرمون دکتر جعفریان بودن که متاسفانه به خاطر مشکلی که پیش اومده بود واسه شون نتونستن شرکت کنن. امیدواریم که هرچه زودتر مشکلشون برطرف بشه. در پایان خیلی تشکر میکنم از صبر و حوصله‌ای که داشتین. امیدوارم از مطالب پنل استفاده کافی و وافی برده باشین. افتخار میکنیم که از مرکز طبی کودکان میزبانی این همایش رو به عهده داشتیم. به امید بهبودی جهان خدا نگهدارتون باشه.